با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی رو در تاریخ 10 سپتامبر سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. من در ابتدای کار سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. جناب آقای اسفندیار سنگری با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه سال 1401، جناب آقای مهدی محمدپور با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 5 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای صادق فروغی قصر عاصمی با موضوع گفتگوی تمدن‌ها، جناب آقای ستار کرمی با موضوع اعدام‌های جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای فرشاد عرابی با موضوع دموکراسی. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم. بحث آزاد امروز ما در رابطه با فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی که این ما بخش دومش رو داریم که در رابطه با قوم کرد. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدای کار از جناب آقای اسفندیار سنگری دعوت می‌کنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه 1401 رو به اطلاع شما دوستان برسونه. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. با درود خدمت اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر و عزیزانی که از طریق یوتیوب به طور آنلاین با ما همراه هستند. با اخبار گزارشات وضعیت حقوق بشر در مرداد 1400 در خدمت شما هستم. اگر بخواهیم در خصوص هر کدوم از اخبار و گزارشات و تحلیل نقض حقوق بشر در این ماه صحبت کنیم، به تب باید ساعتها برای اعلام گزارشات وقت و زمان اختصاص بدیم. لذا با توجه به محدودیت وقت جلسه به اخبار و گزارشاتی که صحت آنها از طریق خبرگزاری های رسمی و مستقل مدافع حقوق بشری به احراز رسیده است را به تفکیک موضوع و جمع‌بندی شده به اطلاع شما عزیزان میرسانم. اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1401 با قریب 69 مورد اعدام، محکومیت های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، حقوق اقوام و پیروان ادیان، حقوق زنان، کودکان و جوان و تجمعات کارگران که در استانهای مختلف رخ داد همراه بود. گزارش ها را شروع می کنیم با گزارش نقض در خصوص اعدام ها. مرداد ما با قریب 69 مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنابر گزارش های نهادهای بین المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویدادها در این باره می توان به اجرای حکم اعدام امید عالی‌زهی کودک مجرم در زندان زاهدان اشاره کرد. وی در سال 96 در 16 سالگی از بابت اتهام قتل بازداشت و توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شد. کمپین فعالین بلوچ نیز که گروه فعال حقوق بشر استان سیستان و بلوچستان است، بر کودک مجرم بودن امید عالی‌زهی تاکید کرده بود. در ماه سپری شده حکم اعدام شوکت شهبخش، فرهاد کوکن، داوود امیرزاده، حمید جهانگرد و حبیب توتازهی در زندان‌های زابل و زاهدان
علی قلعه‌در و حامد صفا، علی محمد مرادی و علی حسینی در زندان لنگرود قم، رضا معراجی، سید سراج صدیقی و علی صباحی و محمد حسین حسنی پور در زندان عادل‌آباد شیراز، عبدالله رحیمی، هیبا احمدی، پیام یزدانی و سهیلا عابدی در زندان سنندج، صنوبر جلالی در زندان رجای شهر کرد، سعید شهبخش و ضیاءالله براهویی در زندان دامغان، احمد قدیمی و شهرام یادگاری در زندان همدان، مهدی نورکرمی در زندان عراق، حسین باقرپور سرابی و میلاد بدرخانی در زندان ساوه به اجرا درآمد. گزارشات نقض حقوق بشر در خصوص آزادی اندیشه و بیان در مرداد ماه به سان گذشته بازداشت متهمان به صورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت لیلا حسین‌زاده، علی سروش، محمود پروهان و علی گندمکاران، امید انصاری و در تهران، حسین رضا در آمل، علی انسان دوست در قم، 53 شهروند در اردکان، خوزستان، یزد، خراسان شمالی، آمل، تهران و شازند اشاره کرد. گفتنی از سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعی بدون ذکر جزئیات از بازداشت 5 تن به اتهام جاسوسی و نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعی بدون ذکر هویت و جزئیات از بازداشت 1 شهروند تبعه کشور سوئد و 10 تن تحت عنوان اعضای گروه داعش به اتهام جاسوسی خبر دادند. گزارشات در خصوص احضار و بازجویی ها. مریم دریسی به دادسرای عمومی و انقلاب کازرون، مصطفی نیلی به دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، احمد رضا حائری به دادگاه انقلاب تهران، دلیل اسکندری به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و حمید حاج جعفر کاشانی به دادسرای اوین احضار شد. گفتنی است میثم کاظمی، کاوه سلیمان پور، هیراد پیربداغی، محمد خالد حمزه‌پور و رحمان یوسفی، بیژن رضایی، فرنگیز مظلوم، کاوه و یاشار دارالشفا و محمد سلیمی جهت تحمل حبس، بازداشت و راهی زندان شد. طبق قانون قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مزان اتهام قرار گرفته است پس از پایان دادرسی تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران همواره متناقض با موازین حقوق بشری است. گزارشات را با نقض حقوق زندانیان و زندان ادامه می‌دهم. در این ماه اعظم پاکدل در زندان وکیل‌آباد مشهد، احمد گرد در زندان بم، فرزاد اسکندری در زندان مراغه، در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست دادند. در ماهی که گذشت موسی رحیمی روحانی اهل سنت در زندان بندرعباس در شرایطی پر ابهامی درگذشت و نیز در پی درگیری در زندان عادل‌آباد شیراز یک زندانی مجروح و به دلیل وخامت ها جان خود را از دست داد و همینطور مصطفی کمانگی در زندان قزل‌حصار کرد و سعدا خدیرزاده در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کردند. گفتنی از ناهید شیر پیش مادر پویا بختیاری، معصومه اسکندری زندانی سیاسی و خدیجه مهدی زندانی سیاسی در زندان ایلام
و همینطور حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت، ارکان پالانی جاب زندانی سنی مذهب در زندان رجای شهر کرد توسط زندانبانان متاسفانه مورد ضرب و شد قرار گرفتن. گزارشات در خصوص حق دسترسی زندانی به وکیل و امکان برقراری تماس با خانواده محروم بودن را به سمع نظر شما عزیزان میرسانم. سپیده رشنو، کمال جعفری یزدی، جواد لعل محمدی، سکینه پروانه، پیمان سکوتی، یاشار تبریزی، محمد رضا، مراد بهروزی از حق دسترسی به وکیل یا امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بودند. ادامه می‌دهم با حق درمان و رسیدگی پزشکی که یکی از مهمترین حقوق زندانیان می‌باشد. یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع بیماری‌ها به خصوص ویروس کرونا زندان ها هستند که قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می گیرند. در این ماه عسل محمدی و سمین احسانی، جعفر پناهی، حسینی قشقایی و امیر سالار داوودی در زندان ابین و شیخ هادی قلعه داغی، سید حامد میری و شیخ عباس فتی در زندان قم به کرونا مبتلا شدند و نیز گلاره عباسی، والی زمان میثم محمدی، امیر سالار داوودی، حسین قشقایی، زهره سرفرنگیز مظلوم، فاطمه مسنا، نرگس محمدی، پرستو معینی، سپیده قلیان، راحله احمدی و نرگس عدیب در زندان ابین، اسماعیل عبدی در زندان کچولی کرج، شیخ هادی قره‌داغی، سید حامد میری و شیخ عباس فتی در زندان قم، مهران قره‌باغی و رسول چلداوی در زندان شیبان اهواز از دریافت خدمات درمانی محروم بودند. گزارش ها در موارد نقض حقوق اقوام ایرانی و سایر پیمان ادیان رو ادامه میدهیم. در این ماه یاشار پیری در تبریز، نوید کهنه پوشی و لقمان گرامی در مریوان، شکرالله قهرمانی فرد در خداآفرین، عبدالله شریفزاده در سقز، آرش پیری، هیوا میرزایی و ظاهر مرادی، انور پیغامی و حکیم میرزایی و کاظم عطابک در اشنویه، آرام افزری در سنندج، محمد کریمی خان، جلال امینی، علی فاروقی در بوکان، لقمان بهرامی، امیر شهرام کامیز با یزیدی آذر و جلال محمودی و ناصر احمدزاده در مهاباد بازداشت شدند. اعمال فشار و تهدید سایر پیروان ادیان در این ماه نیز ادامه داشت که به سمع شما عزیزان میرسانم. در ماهی که سپری شد، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت جوزف شهبازیان، سمیه صادق و مینا حاجبی شهروندان مسیحی را عیناً تایید کرد. گفتنی از روز سه‌شنبه 11 مرداد حکم محکومیت 9 شهروند باهایی ساکن شهرهای اندیشه و کرج پس از احضار به دادسرای شهریار با نصب پابند الکترونیکی و محدودیت تردد به اجرا درآمد. در این ماه نیز همچون سالهای گذشته گزارشات بسیاری از محروم شدن شهروندان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر شد و تاکنون هویت 63 شهروند باهایی شرکت کننده در کنکور سراسری 1401 که با عناوین مختلفی از جمله نقض پرونده به دلایل باهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. گزارش ها را ادامه می دهد با موارد نقض حقوق کودک و نوجوان. در ماهی که گذشته کودک کار 10 ساله در ارومیه، یک پسر نوجوان 14 ساله در اشنویه، یک پسر نوجوان 17 ساله در کوهدش، یک پسر نوجوان 16 ساله در سقز و دو نوجوان در کوهده
دش و چلمپر اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده. همینطور دو کودک 9 و 13 ساله در پی تیراندازی بی‌ضابطه ماموران نیروی انتظامی به سمت خودروی در محور خرم‌آباد جان خود را از دست دادند. گزارش ها را ادامه میدم با موارد مهم نقض حقوق زن. در ماهی که گذشت 4 زن جوان در گنبد کاووس، تهران، شهریار و مشهد با انگیزه ناموسی توسط همسرانشان به قتل رسیدند. روز 25 مرداد یک زن میانسال در تهران در پی مشکلات معیشتی و اقتصادی با پریدن از بالا یک پل عابر پیاده قصد خودکشی داشت که با مداخله شهروندان از این اقدام جلوگیری شد و همچنین یک شهروند زن در رشت اقدام به خودسوزی کرد. در روز یکم مرداد نازنین بهرامی بازیگر تئاتر توسط نیروهای امنیتی تهران بازداشت. افزون بر این که فرخواست پرونده سپیده رشنو شهروند معترض به حجاب اجباری توسط شعبه 26 انقلاب اسلامی به وی ابلاغ شد. گزارش ها را ادامه میدم با موارد نقض حقوق کار و کارگران. در ماهی که سپری شد 188 کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل و موارد ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. در مرداد ما عدم رعایت ایمنی کار 150 کارگر را مصدوم و 38 تن دیگر را به کام مرگ کشاند. گزارشات خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان در مرداد ماه. کولبری شغل کاذب و مشقت باری است که مردم به ویژه مناطق مرزی در پی فقدان فرصت‌های شغلی به آن روی می‌آورند و سالانه ده ها تن از شهروندان در مواجهه با خطرات طبیعی یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته یا زخمی می شوند. در ماهی که سپری شد 22 نفر در مناطق مرزی نوسود و مناطق مرزی سلاس باباجانی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند و همینطور تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه و اشنویه مرگ و مصدومیت 4 شهروند را در پی داشت و همچنین بر اثر انفجار مین 2 کولبر در مرز بانه و 2 شهروند در ایلام زخمی شدند. اما از مهمترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده ای در کشور داشت، می توان به بازداشت سپیده رشنو در تهران، خودکشی سعدا خدیرزاده در زندان ارومیه، پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو، اختلال و قطع اینترنت در برخی از نقاط کشور، مصادره زمین و تخریب منازل شهروندان بهایی و ضرب و شتم ناهید شیرپیشه در زندان کجویه کرج، محکومیت مریم کریم بیگی به حبس، شلاق و جریمه نقدی، بازداشت بهنام حسین‌زاده، محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی اشاره کرد. و در آخر به اطلاع شما عزیزان میرسانم گزارشات حقوق بشری و موارد نقض در مرداد ماه خیلی بیشتر از مواردی بود که بنده تهیه و اعلام کردم، لذا به دلیل ضیق وقت از جلسه از پرداختن به جزئیات بیشتر هر کدوم از موارد نقض شده خودداری شد. سپاس از اینکه با من همراه بودید. مرسی از شما جناب آقای سنگری عزیز بابت ارائه گزارش نقض در واقع حقوق بشر بود. فکر میکنم توی فراخوان نوشته بود گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، ولی خب شما در واقع کلی به
تمامی موارد نقض اشاره کردید. ای کاش حالا بیشتر روی اون متمرکز می شدید که گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی رو مطرح می کردید. اینجوری شاید، چون فرصت کمه واقعا، همونجوری که شما فرمودید گزارش نقض خب بسیاره و اگه بخوایم همه‌شو بگیم کلی زمان میبره، و اگر به نظر من البته تمرکز میکردید فقط روی گزارش نقض اقوام و ملل ایرانی، موارد بیشتری رو میتونستید عنوان بکنید. ولی به هر حال دست شما درد نکنه، بسیار جامع و کامل و بسیار خوب بود. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب ممنونم از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای مهدی محمدپور با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 5 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای محمدپور بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود و عرض ادب خدمت عرضه محترم کانون دفاع از حقوق بشر، قرائت میکنم. کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 21 دسامبر 1965 میلادی مطابق با 38344 شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دول عاقد این قرارداد نظر به این که منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده اند که منفردن و مشترکن با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد، یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمود. نظر به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت و نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند. نظر به این که کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شود. نظر به این که ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال و کشورهای ملل مستعمره، قطعنامه 1514 دوره 15 مجمع عمومی لزوم ختم سریع و بیقید و شرط استعمار را تایید و رسما اعلام نمود. نظر به این که اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد، قطعنامه 1904 دوره 18 مجمع عمومی راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسما لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخصی انسانی را مورد تایید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و توافق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی باشد، با تایید مجدد این که تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد، با اطمینان به این که وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست، با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا
تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای انهاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه ها و رویه های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1958 با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه و تبعیض نژاد در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد در سال 1960 به تصویب رسیده، با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمود. دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متعهد می شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نماید. الف، حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارد. ب، حق برخورداری از امنیت شخص و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد و دسته یا تشکیلات. حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی. دال، سایر حقوق مدنی خصوصا حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور، حق ترک هر کشور و من جمله ترک میهن خود و بازگشت به آن، حق داشتن یک تابعیت، حق ازدواج و انتخاب همسر خود، حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت، حق توراث، حق آزادی فکر و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیت‌های مسالمت آمیز، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش، حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آنها، حق مسکن، حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی و بیمه‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی، حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای، حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی با شرایط یکسان، و حق دسترسی به کلیه امکانات خدماتی که به عموم عرضه می‌شود از قبیل وسایط نقلیه، هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها. در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، اصل دوم، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند. اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت، تأمین بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. اصل 15، زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است.
اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. در اینجا میشه اشاره‌ای داشت به مدرسینی که زبان کردی تدریس می‌کنند و در زندان هستند، مانند خانم زهرا محمدی، فعال فرهنگی کرد در ایران، که به دلیل تدریس زبان کردی به 10 سال حبس محکوم شد. اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد. اصل 26 احزاب جمعیت و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از اینها مجبور ساخت. گزارش آماری بازداشت 54 شهروند کرد در ماه آگوست 2022 برابر شنبه 12 شهریور 1401 طی ماه گذشته میلادی، دست کم بازداشت 54 شهروند کرد به اتهام فعالیت سیاسی و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که این آمار نسبت به ماه جولای با 4% کاهش روبرو بوده. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری انگار، طی ماه آگوست 2022 دست کم بازداشت 54 شهروند کرد توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران به اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و صنفی ثبت شده است. بر طبق این گزارش 43 شهروند به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی و 3 شهروند به اتهام فعالیت مذهبی و 5 کولبر و کاسبکار توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. در ماه گذشته دست کم 2 فعال زن و همچنین 1 دانشجو در کردستان توسط نهاد امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. بیشترین بازداشت‌ها توسط اداره اطلاعات با 41 مورد ثبت شده، همچنین بیشتر افراد بازداشت شده با 42 مورد در مناظر خود توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. گفتنی است از این 54 مورد 6 نفر پس از احضار به شعبه اجرای حکام در شهرهای خود بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت به زندان منتقل شدند. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل 28 هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمت بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی از همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکی که افراد کشور تأمین کند. در اینجا میشه اشاره‌ای داشت به کشتار سیستماتیک کولبران در مرز بانه، کشته شدن 7 کولبر طی 40 روز تا این لحظه که گزارش رو تایید کردیم. 1 دسامبر 2022 مصادف با چهارشنبه 9 شهریور 1401 در ادامه کشتار سیستماتیک کولبران کرد توسط نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک کولبر جوان اهل سردشت با هویت صالح رشید زاده 23 ساله روز چهارشنبه 9 شهریور 1401 31 آگوست 2022 با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در مرز بانه کشته شد. بر اساس گزارشات رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاه، صالح رشیدزاده اهل روستای قلعه رشی از توابع سردشت می باشد و ساعت 15:30 در مرز مروی بانه و بدون اخطار قبلی مورد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت. گفتنی است که یک برادر دیگر صالح رشیدزاده با هویت محمد رشیدزاده 2 سال پیش در حین کولبری در مرز باجار
از توابع سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شده بود. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری نگاه، طی 40 روز گذشته دست کم 7 گولبر در مرز بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به قتل رسیدند. اینجا میشه اشاره ای داشت متاسفانه به این افراد کشته شده و زخمی که دارای هیچ بیمه و بازنشستگی هم نبوده. ممنونم از اینکه مایک رو در اختیار من گذاشتید. مایک رو رها می‌کنم. سپاس از شما جناب آقای محمدپور بابت بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید، خیلی خوشحال میشیم که شنوا باشیم. ممنونم از شما جناب آقای محمدپور. از سخنران بعدی مون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای صادق فرخی قصر عاصمی با موضوع گفتگوی تمدن ها. جناب آقای فرخی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام احترام خدمت دوستان و همکاران و مدافعین دفاع از حقوق بشر در ایران. شک نیست که تمدن همچون هر فراورده عقلی دیگر بشر دارای گونه‌های مختلفی است. همچنین گفتگو بجز صورت‌های مرسوم و معمول آن میتوان گفتگوهای حقیقی بدون نام، یعنی به زبان‌های واقعیت‌های آفرینشی باشد. ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم، یک زبان قال و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصه فناوری شاهد هستیم کارآمدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران در عرصه فناوری ها چه زبانی را شایسته یافته ایم. در باب زمینه ها دو مورد مناسب برای گفتگو است، یکی مسائل مورد علاقه و دیگری متولیان آنها. مسائل متفاوت متولیان متفاوتی هم دارند و شک نیست اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود بهتر نتیجه می دهد. لیکن پیش از هر چیز باید روشن شود چه موضوعهایی از اولویت بحث و بررسی برخوردارند. برای اینکه اولویت را زودتر دریابیم باید به دلیل گفتگوها توجه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم. آنچه از اولویت برخوردار است همانا مسائل عقیدتی و به عبارتی ایدئولوژی است و مسائلی که تماس نزدیکتری با زندگی دارد مقدمتر می باشد. مهم در گفتگو داشتن آمادگی های نقدینه‌ای متناسب برای گفتگو است که هم علاقه طرف را به انجام گفتگو می انگیزد و هم خود انسان را قوی دل و شجاع به میدان می فرستد. تمدن تنها سابقه مادی ندارد، سابقه معنوی تمدن پرقیمت‌تر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد، در این بازار که ویژه تمدن است از ارزش و درجه یک برخوردار است. پیش از هر چیز باید بدانیم که مسئله گفتگو غیر از مسئله برخورد تمدن هاست، یعنی عکس پارادیم برخورد تمدن ها، نمیتواند در جهت نتیجه گیری معکوس آن به کار رود و ما نمیتوانیم تمدن ها را از قبل دستبندی کنیم. باید رقابت های سالم بهگزینی را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی خودشان را نشان دهند. پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدن ها بدهیم. در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن نمیتوان پارامترهای کوتاه و جدا کننده را در پارادیم آن شرکت داد، بلکه برعکس هرچه از شمار جدا کننده ها بکاهیم موفق تر خواهیم بود. استفاده های غیر هدفی در خلال این برنامه به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن باب دیگری خواهند گشود.
و یا از آن زده خواهند شد و به ادامه روند رقیبتی و به ادامه روند رقیبتی نخواهند داشت که هر دو به شکست گفتگوها می انجامند. تیم‌های پیشرو طبعا حالت الگویی پیدا می کنند و تیم الگو آموزش‌های غیر مستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت رقم خورده و چیز دیگری و چیزی همچون سرنوشت محترم است. و اما سیوم شهریور ماه هر سال در تقویم رسمی ایران به نام روز گفتگوی تمدن‌ها نامگذاری شده است. ارتباط تمدن‌ها و فرهنگ میان نسل‌های مختلف در غنی‌سازی فکر، تمدن و فرهنگ انسان‌ها سعیم بوده است. گفتگوی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در نزدیک ساختن ملت‌ها و دولت‌ها و از بین بردن موانع ارتباطی آنها با یکدیگر نقش بسزایی دارد. ایده گفتگوی تمدن‌ها برای اولین بار از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان مطرح شد که از سوی جوامع داخلی و خارجی خصوصا سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت. تا آنجا که دبیر کل سازمان ملل سال 2001 را سال گفتگوی تمدن‌ها نامگذاری کرد. سیوم شهریور ماه هر سال در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به نام روز گفتگوی تمدن‌ها نامگذاری شد و روز گفتگو یا سال گفتگوی تمدن‌ها زمینه‌ای برای تسری دادن گفتگو و گفتگوی تمدن‌ها به عرصه‌های دیگر است. امروزه که فرهنگ‌ها تأثیرگذارتر از موضوع مستقیم سیاست هستند، مشترکاتی در حوزه‌های فرهنگی می‌توان یافت که بر حوزه‌های سیاسی مقدم بوده و از رخداد بسیاری از آنها جلوگیری می‌کند. حاملان این مقوله عالمان ادیان، اندیشمندان، هنرمندان، محققان، نهادهای مدنی و فرهنگی و علمی هستند که با درایت کامل می‌توانند زمینه‌ساز و تغذیه کننده بسیاری از نیازهای فکری و روانی بشر امروز گردند. انجمن صفاخانه مکانی در محله جلفای اصفهان که همان محله ارامنه اصفهان است، جهت مناظره و گفتگوی ادیان بوده که به همت آقای نورالله نجفی اصفهانی در سال 1281 شمسی برابر با جمادی الاخر 1320 قمری و 1902 میلادی تأسیس شد. در این مکان مبلغین مسیحی و نمایندگان مسلمانان به بحث و گفتگو می پرداختند. این مکان یکی از اولین مراکز گفتگوی ادیان و تمدن‌ها بوده است. و اما محتوای نظریه گفتگوی تمدن‌های سید محمد خاتمی. سید محمد خاتمی این نظریه را طی سخنرانی‌های در یونسکو سازمان ملل و در کتاب گفتگوهای تمدن‌ها ارائه کرده. این نظریه در پاسخ به نظریه برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون در دهه 90 است. خاتمی در کتاب گفتگوی تمدن‌ها می‌گوید گفتگوی تمدن‌ها می‌خواهد پایان زندگی سرشار از تبعیض، دورویی، جنگ و ویرانی را اعلام کند و راه تازه‌ای در زندگی بشر آغاز کند. راهی که باید با همت و تلاش نسل نوپا به صلح و آشتی بیانجامد. زندگی مطلوب زندگی خالی از دروغ، تزویر، زور و تبعیض است و این خواسته فطرت آدمی است. گفتگوی تمدن‌ها در واقع آغاز راه شکوفایی فطرت انسانی است. انسان ذاتاً عدالت‌خواه و زیباپسند است. گفتگوی تمدن‌ها و سیاست تنش‌زدایی علاوه بر اهدافی که ذکر شد، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن از میان بردن یک توهم بسیار وحشتناک در عرصه روابط بین المللی است. قدرت‌های بزرگ غربی همواره توهم وجود یک دشمن بزرگ را ایجاد کردند و از طریق آن توانستند بسیاری از رفتارهای غیر عادلانه خود را در دنیا توجیه کنند. و اما گفتگوهای تمدن‌ها در دوران پهلوی. ابتکار راه‌اندازی مرکزی برای گفتگوهای تمدن‌ها در ایران به دوران پهلوی باز می‌گردد. در آن سالها داریوش شایگان، حسین ضیایی و رژه
گارودی با حمایت‌های فرح پهلوی بنیاد فرهنگی گفتگوی فرهنگ‌ها را پایه گذاشتند. داریوش شایگان بعد از انقلاب نیز از نظریه خاتمی که ایده مرتبط با نظر ایشان داشت حمایت کرد. مهدی مطهرنیا میگوید نظریه گفتگوی تمدن‌ها زمینه‌ساز معاهده برجام بود. مهدی مطهرنیا کارشناس روابط بین‌الملل ایران بین‌الملل میگوید که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیستی در سال 1993 هانتینگتون نظریه برخورد تمدن را مطرح کرد و در رأس این نظریه تمدن اسلامی و لیبرال دموکرات غرب مقابل یکدیگر قرار می‌گرفتند. اما دولت اصلاحات طرح گفتگوی تمدن‌ها را در واکنش به نظریه برخورد تمدن هانتینگتون مطرح کرد. به گفته وی گفتگوی تمدن‌ها یک جهتگیری تعریف شده با محوریت ادراک متقابل و همکاری به جای جنگ است. این نظریه یک رویکردی سوالی بخش محسوب می‌شود و بسیاری از اندیشمندان جهان از آن حمایت کردند. به گفته این کارشناس روابط امور بین الملل گفتگوی تمدن ها ایجاد کننده فضای مناسب برای حل بسیاری از تنش ها بود. این نظریه زمینه ساز معاهده توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی بود. اما برجام محصول آن نیست، زیرا مذاکرات برجام بر اساس منافع سیاسی و کاستن فشارهای بین المللی بود. دولت 11 و 12 نتوانست در راستای اجرای نظریه گفتگوی تمدن‌ها گام بردارد و شعار صلح روحانی در سازمان ملل نیز موفقیتی به دست نیاورد. و اما جای خالی ایران در همایش گفتگوی تمدن‌ها، یک همایش با حضور 500 نفر از شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی و فرهنگی 40 کشور جهان در 16 مهر ماه 1384 در جزیره رودوس یونان آغاز و 2 روز بعد به کار خود پایان داد. بخش تخصصی دین و نقش آن در چالش‌های جهانی از مهمترین مباحث همایش گفتگوی تمدن‌ها و سالن آن مملو از روحانیون نمایندگان ادیان مختلف بود. با این حال هیچ نماینده از ایران به عنوان یک کشور اسلامی در آن شرکت نداشت. این هم با سوال‌ها و ابراز تعجب هیئت‌های خارجی به ویژه از کشورهای عربی همراه بوده است. با وجود اهتزاز پرچم ایران در کنار پرچم‌های سایر کشورهای شرکت کننده گفته می‌شد که از ایران تنها یک استاد دانشگاه تربیت مدرس در بخش فرعی جوانان و آموزش و پرورش در همایش یونان شرکت داشت. مسئولان برگزاری همایش میگویند که رئیس جمهوری سابق ایران و نمایندگان جمهوری اسلامی برای شرکت در این همایش دعوت شده بودند. و اما روز گفتگوی تمدن‌ها از تقویم ایران حذف شد. روز گفتگوی تمدن‌ها و 4 مناسبت اصلی دیگر از متن تقویم رسمی ایران هست و روز مبارزه با استعمار انگلیس و 5 مناسبت دیگر به آن اضافه شد. آقای منصور واعظی دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور روز سه‌شنبه 30 شهریور 1389 دلیل حذف مناسبت گفتگوی تمدن‌ها را منقضی شدن زمان این مناسبت و نداشتن متولی خاص برای آن عنوان کرد. آقای واعظی از تعیین روز 9 دی به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت خبر داد و گفت حماسه بزرگ در مقابل جریان نفاق جدید مناسبت و نامگذاری این روز در تقویم است. و در روز 9 دی ماه 1388 سه روز بعد از ناآرامی‌های روز عاشورا حامیان دولت به دعوت نهادهای حکومتی در اعتراض به آنچه که آنها حدک حرمت روز عاشورا از سوی مخالفان دولت خواندند در سراسر ایران راهپیمایی کردند. بنابراین گزارش‌های رسمی در جریان ناآرامی‌های روز عاشورای سال 88 دست کم 8 نفر از جمله خانواده از جمله خواهرزاده میرحسین موسوی کشته شد.
آقای بازی درباره تعیین روز مبارزه با استعمار انگلیس گفت: با توجه به شیطنت‌های انگلیس در تاریخ کشور ما و نبرد قهرمانانه رئیس علی دلواری و یارانش برای استقلال کشور 12 شهریور به عنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس در تقویم ایران ثبت شد. رئیس‌علی دلواری رهبر قیام تنگستان بوشهر در جنوب ایران علیه نیروهای بریتانیایی در زمان جنگ جهانی اول بوده و در 12 شهریور 1294 خورشیدی به ضرب گلوله کشته شد. همچنین بر اساس تصمیم شورای فرهنگ عمومی 31 خرداد به عنوان روز بسیج اساتید نامگذاری شده است. به گفته آقای بازی پیشنهاد تعیین این روز از مصادف با سالروز کشته شدن مصطفی چمران وزیر دفاع پیشین و نماینده پیشین مجلس ایران در جنگ ایران عراق است. در دیدار استادان بسیجی باخ علی خامنه ای رهبر ایران مطرح شده بود. بر همین اساس روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه و 23 فروردین روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شد و روزهای اسناد ملی 17 شهریور، گل و گیا 25 خرداد و اسکان معلولین و سالمندان 20 مهر و روز ملی ایمنی در برابر زلزله 5 دی از مناسبت‌هایی است که از متن تقویم خورشیدی در ایران حذف شد. شورای فرهنگی عمومی ایران که متولی تعیین و نامگذاری روزهای از سال در تقویم رسمی ایران است، از نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، آموزش پرورش کشور، اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌هایی چون صدا و سیما، شهرداری، حوزه علمی قم و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها تشکیل شده است. آنچه در ایران جام کلام تبلیغات پرفشار ببخشید نیست بله و با توجه به واقعه 11 سپتامبر که نخستین هجوم سازمان یافته افراد معدود به قلب دولت خارجی در آن سوی دریاها بود و اندکی بعد از پرده بیرون افتادن اینکه در مملکت پیشنهاد‌دهنده گفتگوی تمدن‌ها رندان حق پرست در صدد ساختن بمب اتمی هستند آن پروژه تبلیغاتی به فراموشی سپرده شد. و اما جلوه تمدن ایران در قلب اروپا، نمایشگاهی از آثار باستانی ایران در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برپا شد که تاریخ 5000 ساله کشورمان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. در این نمایشگاه که با عنوان ایران حماسی برپا شد، بیش از 350 قلم شی مربوط به ایران در دوره باستان ایران، دوره اسلامی و ایران معاصر به نمایش گذاشته شده است. این اشیا شامل دست نوشته، سفال، فرش، مجسمه و منسوجات و عکس چیزهایی است که در معرض تماشا قرار گرفتند. و اینجا جا داره که ما بدون توضیح اشاره کنم و جمع‌بندی کنم در نسبت به تمدن‌هایی که توی ایران بوده. مثل فقط من نامشون رو ببرم بدون حالا توضیح‌ها و اینکه زیاد وقت جلسه رو نگیرم. خود ایران که از اسمش پیدان و بارها گفته شده ایران مهد تمدن‌ها هست. من چند نمونه از تمدن‌هایی که واقعا تو خود ایران بوده توضیح دربارش بدم. اولین تمدن سیلک است، تمدن مالیک هست، تمدن‌های دیگر ما قبل تاریخ ما داریم که حالا توضیحات زیادی داره و من گفتم فقط اشاره بهش کنم. و تمدن ایلامی داریم، کاسی‌ها داریم، اورارتوها داریم و تمدن آشور و آکد داریم، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنونم جناب آقای فراخی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. در رابطه با گفتگوی تمدن‌ها می‌خواستم حالا یه نکته من اضافه بکنم. این بحث گفتگوی تمدن‌ها در واقع تا موقعی خوبه به نظر من که
حالا اون بحث سیاست درش دخیل نباشه، یعنی واقعا گفتگوی تمدن‌ها باشه. ولی متاسفانه حالا چیزی که توی اون سال توی اون دورهای خاتمی راه افتاد و این همه حالا بولدش کردن و در مورد صحبت کردن، بحث گفتگوی تمدن‌ها یه جورایی بحث عادی سازی در واقع اون موقعیتی که اون موقع بود، یه جورایی سفید کردن خودشون بود تو اون برهه. تو اون برهه خودتون میدونید چقدر بحث نقض حقوق بشر اتفاق افتاده بود قبل از که خاتمی بیاد، یعنی دوره آخر رفسنجانی. موارد خیلی زیادی بود که هم سازمان ملل هم شورای امنیت کلی دست گذاشته بود که بعد خاتمی اومد و اون بحث گفتگوی تمدن‌ها را انداخت و به تبع اون خب خیلی از کشورها فکر کردن واقعا رویه جمهوری اسلامی میخواد تغییر بکنه و واقعا قصدش همینه، که حالا خیلی هم استقبال کردن از این مسئله و اومدن ایران، ولی خب بعدش دیدن که همچین خبری هم نیست و بلا فاصله بعد از اون دوباره ایران همون رویه قبل خودشو پیش گرفت و اعدام ها همون جوری ادامه پیدا کرد و بحث حادثه کوی دانشگاه بود و خیلی اتفاقای دیگه که توی اون موقع افتاد. بنابراین واسم بگم که کشورهایی مثل ایران، حالا کشورهایی که توی خاورمیانه هستن، این بحث گفتگوی تمدن‌ها خیلی برایشون جواب نمیده، برای که قرار این به همین شکل باشن. یعنی شما ببینید کشورهایی که توی این حوزه هستن و حالا ما میگیم تمدن خیلی قدیمی و خیلی کهنه ای داره، مثلا همین ایران، مثل عراق، مثل سوریه، مثل خیلی کشورهای این شکل، میبینیم الان وضعیتشون به چه صورته. یعنی همشون تمدناشون 3000 سال 4000 سال، مصر خودش 5000 سال 7000 سال تمدن داره، ولی میبینیم که وضعیتشون به چه شکله. اونم به خاطر سیاستای کشورهاشونه. بنابراین خیلی به نظر من این گفتگوی تمدن‌ها حداقل توی این جور کشورها جواب نمیده و همش در واقع سیاستای کشورهاشونه، وگرنه همچی چیزی وجود نداره. نظر من و دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاس از شما جناب آقای فروخی. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای ستار کرمی با موضوع اعدام‌های جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با عرض سلام و ادب خدمت تمامی آقای کرمی، عذر میخوام، دو تا مایک باز دارید، یکی از مایکاتون رو باید ببندید، صدای کم میشه. با عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارم. این جلسه رو من میخوام با موضوع اعدام‌های جمهوری اسلامی و یه سری از آمار و ارقام شروع کنم. خب قبل از هر چیزی میخوام من عذرخواهی میکنم دوباره جناب آقای کرمی، یکی از یه مایکی نزدیکتون بازه، فکر میکنم اون مایک رو باید ببندید چون صدا داره اکو میشه. با دو تا سیستم یا دو تا گوشی احتمالاً کانکت شدید، یا گوشی آقای آراس احتمالاً به خاطر این فاصله پیدا. خب من موضوع صحبتم رو با تعریف کوچکی از اعدام شروع میکنم. اعدام نوعی کیفر و مجازات و یا به عبارتی اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیشبینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی و نظامی زندگی یک انسان سخت می شود. کشور ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. اعدام می تواند پایه یک خانواده را بلرزاند و ریشه و بنیان آن خانواده را بسوزاند. آیا دولت ایران در این فکر هست که بعد از اعدام سرپرست یک خانواده چه بر سر آنها خواهد آمد؟ همانند خانه ای است که ستون آن را از بین ببرید و بقیه اجزای خانه هم ریزش می کند و از بین خواهد رفت. امنیت و آرامش آن خانواده کجا خواهد رفت؟ چه کسی پاسخگوی رنج و درد آنها می شود؟ شما جا ندارید که جان میگیرید. این فریاد اخیر خانواده های دردمندی است که عزیزانشان در زندان های قزلحصار کرج ظالمانه زیر حکم اعدام هستند. شمار بسیار زیادی از زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار کرج هستند که با توجه به سرعت اعدام
روز به روز بیشتر می شود و تمام خانواده ها نگران عزیزانشان هستند. این زندان 10 سالن دارد که در هر سالن حدود 100 اعدامی وجود دارد، یعنی چیزی نزدیک به 1000 نفر اعدامی. پس چه بر سر خانواده های آنها می آید؟ زن و بچه هایی که شب و روزشان را با استرس و غم باید سپری کنند، دیگر آرامشی در خانه های آنها نخواهد. در روز سه‌شنبه 15 شهریور سال 1401 جمعی از خانواده های اعدامی ها در زندان مرکزی کرج دست به اعتراض زدند و خواستار دفع این اعدام های بی‌رحمانه شدند و با تجمع در آنجا با پلاکارد های نه به اعدام، قوه قضاییه پاسخ در مقابل دادگاه انقلاب کرج اقدام بر تجمع و اعدام نکردن فرزندانشان بودند. اما نه تنها دولت جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به این موضوع نمی دهد، بلکه اعدام کردن های بیرحمانی خود را افزایش و شاهد افزایش روز به روز آنها هم هستیم. بنابر گزارش احمد شهید، گزارش ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از اول ژوئیه 2013 تا آخر ژوئن 2014، یعنی 10 تیر ماه سال 1392 تا 9 تیر ماه سال 1393، شمار اعدام شدگان در ایران به رقم کم سابقه 852 نفر رسیده بود. آقای شهید در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران که برای بررسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین شد، تصریح کرده که در 6 ماهه نخست سال 2014، یعنی 11 دی ماه سال 1392 تا 9 تیر ماه سال 1393، 411 نفر اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. این شمار اعدام در سال 2014، یعنی سال 1393، در حالی صورت گرفته که روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دهه گذشته رو به افزایش بوده و از 99 مورد به 687 مورد در سال 92 رسیده است. و بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در سال 1393 در اجرای حکم اعدام پیشتاز بود. بر اساس این گزارش بیشترین حکم اعدام در جهان در این سال در ایران بوده است. و همانطور که ذکر کردم، ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارد. در کدام کتاب و دین و آیین از کشتن انسانها صحبت شده است که مرگ آنها به دست قاضیان رقم بخورد و زندگیشان با یک مهر و امضا به پایان برسد؟ هیچ کسی در این کشور حالش به حال ناله های پرسوز مادرها نخواهد سوخت. قرار بود در این کشور زندان یک ندامتگاه باشد، نه قتلگاه. کدام تیغ پریدی است که فرزندان ما را بی پدر می کند، جان مردان را می گیرد که پایه های حکومت لرزانشان را محکم کند؟ اگر پایه این حکومت لرزان نبود، چه نیازی به خون ریختن و گرفتن جان این همه انسان؟ در تاریخ 11/12 سال 1387 بیرحمانه ترین تصمیم برای خانواده من رقم خورد. طناب پیچیده در گردن پدرم به اسم غفار کرمی که آخرین نفسهای زندگیش را با دلی پر از غم و اندوه کشید. در آن زمان من تنها 12 سال سن داشتم که با سن کمم روزم را با خبر اعدام شدن پدرم شروع کردم. چه کسی جوابگوی این غم بزرگ و مصیبتی که بر خانواده ما گذشت است؟ در آن سال با شروع تظاهرات جنبش سبز برای امن کردن منطقه، خیلی ها را بیگناه اعدام کردند که پدر من هم بیگناه قربانی این موضوع شد و در آن سال اعدام شد. این از عدالت ایران، این از جمهوری اسلامی، این از اسلامی که از آن حرف میزنید، این از قرآن و کلام خدایی که با خواندن یک سوره حمد و توحید جان یک انسان را میگیرید. در هر دینی و هر کتابی، هر آیینی، جان گرفتن یک انسان را به هر دلیلی حق میداند، من آن را به شدت محکوم میکنم و نمیپذیرم.
در روز پنجشنبه 8 اردیبهشت سال 1401 دو سازمان حقوق بشر ایرانی و فرانسوی از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افزایش 25% نسبت به سال قبل می باشد. سه شنبه 31 خرداد سال 1401 معاون حقوق بشر دبیر کل سازمان ملل در 50th جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل موارد بسیاری از نقض حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران را گزارش کرد و اعلام کرد که حکومت ایران در 3 ماهه اول سال 2022 میلادی دست کم 105 نفر را اعدام کرده است. شمار اعدام شدگان در ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 330 نفر بوده است. در ماه شهریور 1401 100 زندانی از زندانی‌های ایران را به انفرادی بردند. اگر مردم بخوان سکوت کنند این آمار اعدام هر ماه بیشتر خواهد شد و میلیون‌ها خانواده بی سرپناه خواهند ماند. هیچ خانه‌ای و خانواده‌ای زندگی بدون سایه سر خود را نمی‌خواهد. زندگی بدون پدر برای دختری که دلخوشیش فقط پدرش است سیاه خواهد شد. ایران فقط به فکر پایه سست حکومت خود است و هیچ رحمی برای ملت ایران ندارد. در حالی که موج انفجاری نبه اعدام کل کشور ایران را لرزانده است، خامنه‌ای و همدستانش در قوه قضاییه و مجریه ماشین اعدام کردن را فعال‌تر کردند. در 22 شهریور سال 1401 جمعاً 22 زندانی و در 15 شهریور ماه سال 1401 دو زندانی و در 16 شهریور 22 زندانی دیگر در بندرعباس، میناب، گوهردشت با چشمانی خیس و دست و پای لرزان به طناب اعدام آویخته شدند. و در سحرگاه 10 شهریور سال 1401 یک زندانی که 11 سال در زندان بوده است حکم اعدامش را به اجرا در آوردند، در حالی که پرونده آن هنوز باز بوده و خانواده و بستگان در تلاش برای رضایت از شاکیان این پرونده بود. و در ادامه صحبت هم میخوام آمار کلی از دیگری از اعدام‌های جمهوری اسلامی را بگم. از سال 1357 تا سال 1399 بیش از 44600 نفر انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران با شیوه های همچون حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان کشته شدن. در سال 1396 446 نفر اعدام. در سال 1397 336 اعدام. در سال 1398 248 نفر اعدام. کشتگان فقط اعتراضات آبان ماه سال 1398 1500 نفر و بر پایه برخی از بررسی‌ها و تخمین‌ها این عدد از 5000 تا 7500 نفر گفته شده است. سال 1399 276 نفر و سال 1400 254 اعدام از جمله کودکان. روز دوشنبه 25 اکتبر سال 2021 جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران وضعیت اعدام‌ها در ایران را وخیم نامید و ادامه داد جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهد و در یک سال گذشته بیش از 200 نفر اعدام شده است. وی افزود برخی از این احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری و اعتراضات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته است. این احکام بر اساس عدالت صادر نشده است. وی در ادامه صحبت‌هایش گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کسانی که در زیر 18 سال مرتکب جرم شدند ادامه می‌دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان با اعدام مجازات شوند. همچنین جناب آقای جاوید رحمان هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کند.
برآوردها و گزارش‌ها از میزان اعدام در ایران در حالی است که درباره بخشی از موارد اعدام در ایران اطلاع رسانی نمی‌شود و به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد. اما آمار بالای اعدام در ایران و روند افزایشی آن در حالی است که در حال حاضر مجازات اعدام در بیش از 144 کشور به لحاظ قانونی من یا در عمل متوقف شده است. به جز ایران و برخی کشورها که همچنان به اعدام‌های بی‌رحمانه خود و یتیم کردن خانوارها ادامه می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران که نظام حقوقیش نیز بر احکام شریعت استوار است، خشن‌ترین قوانین مدنی و کیفری را دارد. روند اعدام در این کشور هیچ وقت متوقف نمی‌شود، بلکه روز به روز به تعداد اعدامی‌ها اضافه می‌شود. و به امید روزی که این اعدام ها قطع شود و این دولت که با کارهای ستمگرانش بر مردم ادعای حکومتگری می کند تغییر کند و سایه تاریک خود را از روی این کشور بردارد. و جا داره که از همه دوستان تشکر کنم که به صحبت های بنده گوش دادن و من مایک رو در اختیار شما بذارم. ممنونم جناب آقای کرمی و واقعا متاسفم بابت حالا اتفاقی که برای شما افتاده و واقعا ناراحت شدم و متاسفم واقعا برای این اتفاقاتی که داره حداقل توی کشور رو میفته، این اعدامایی که داره همونجوری که شما گفتین روز به روز داره بیشتر میشه. آمار اعدامیام رو داریم وقتی نگاه میکنیم مثلا فاجعه باره، آدم واقعا نمیدونه چی بگه، چه مجازاتیه که اصلا گذاشتن توی این قانون اساسیمون که داره اجرا میشه. خودشون میگن اسلام دین رحمته، ولی همونجوری که گفتین خشنترین در واقع احکامی که الان دارید توی کشور اجرا میکنیم نشد گرفته از همین اسلامیه که در واقع مجازات اسلامیه که داره توی کشور اجرا میشه و یک نفر با فقط یک امضا خیلی راحت میاد یه حق حیات، حقی که واقعا هیچ کس حق نداره این حق از کسی بگیره، این حق حیات رو راحت سلب میکنه و یه خانواده رو داغدار میکنه. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید، بله جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود خدمت دوستان و همکاران، خواستم تشکر کنم آقای کرمی، واقعا سخنرانی خوبی بود و واقعا متاسفم بر اتفاقی که برای شما و پدرتون افتاده. در واقع من یه سوال داشتم از دوستان، حالا هر کسی که بتونه جوابش بده، می‌خواستم بدونم چطور میشه که ایران یا هم جمهوری اسلامی با اعدام به نتیجه، یعنی چه نتیجه‌ای از این داستان میگیره؟ من تا اونجایی که میدونم با این داستان هم تو خود ایران منفور میشه، هم توی جوامع بین‌المللی پوان مثبتی نیست، حقیقتا یه چیز خیلی منفیه. میخوام ببینم این جوابی که جمهوری اسلامی بابت این اعدامو میگیره و اخیراً هم خیلی زیاد کرده اینو چیه؟ واقعا چه نتیجه‌ای عایدش میشه که این کارو میکنه؟ اگر یکی از دوستان بتونه جواب بده ممنون میشم. من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما جناب آقای حمزه‌زاده. من میخواستم یه نکته ای رو بگم ولی دیدم دوستان دست بلند کردن، فعلا صحبت نمی کنم تا بچه ها. خانم مباشری‌فر بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران محترم. اول که در پاسخ آقای حمزه‌زاده، خب اینها فقط میخوان رعب و وحشت رو بین مردم زیاد کنن، والا اگر که شما حساب کنید که این اعدام ها کاری از پیش میبره، خیر، فقط اینا میخوان ترس رو بین مردم زیاد کنن، میخوان مردم رو از خودشون بترسونند. اما در مورد صحبت‌های آقای ستار کرمی، ببینید واقعا متاسفم که پدرشون این اتفاق برشون افتاده، واقعا متاسفم که این مشکلات به وجود اومده واسه این خانواده. و یه موضوعی که هست، حتی با توجه به شرایط کنونی که الان نگاه میکنیم، خودشون میگن دین اسلام، خودشون میگن که ما مسلمان، خودشون میگن که ما مخالف موازین اسلامی حرف نمیزنیم، مخالف موازین اسلامی کاری انجام نمیدیم. اما داریم میبینیم ماه محرم و صفر، با وجودی که به قول خودشون ماه حرام هست،
به قول خودشون در این ماه نباید کشته بشه. اگر کسی کشته بشه دیش دو برابر هست. اگر حتی مادری فرزند شکمش رو مثلا حالا سخت کنه دیش دو برابر هست. اما ما میبینیم اصلا اعدام چندین برابر شده. یعنی حتی خودشون هم دیگه به اون شرایط اسلام خودشون هم پایبند نیستن. و این نشون میده که یعنی اینا به بنبست خوردن، حتی شرایط اسلام خودشون به بنبست خوردن و فقط برای اون ترس، ایجاد وحشت، ایجاد این که ما هستیم میخوایم فعالیت کنیم، ما هستیم میخوایم حکومت کنیم، دارن این اقدامات رو انجام میدن. مرسی. من خیلی صحبت نکنم، دوستان دیگه صحبت کنم. مرسی. مرسی از شما سرکار خانم مباشریفر. بله جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. درود و وقت خدمت همه دوستان. من در این مورد میخوام بخش اول اونجا که بتونم بدم دیدگاه خودم. صدای من میاد؟ الان بهتر شد صداتون. بله بفرمایید. خب یکم اینترنت هم ضعیفه، معذرت میخوام. خواستم داشتم میگفتم که تا اونجا که بتونم دیدگاه خودم در مورد سوال آقای حمزه‌زاده بگم، که تا بخشی با صحبت‌های خانم مباشریفر موافقم که میگن رعب و وحشت، ولی ما میدونیم که جمهوری اسلامی چه نوع سیستم سیاسی داره. همین گروگانگیریایی که میکنه به نوعی باج‌خواهی میکنه از دولت‌های دیگه. اگر منظورتون آقای حمزه‌زاده این بود که چه چیزی میخواد از این اعدام‌ها، به نوعی باج‌خواهیه. یعنی شما اگر نکنید من به مردم خودم هم رحم نمی کنم. شما اون چیزی که من میخوام اگه بهم ندین به مردم خودم هم رحم نمی کنم، چه برسه به شما. این یکی از دلایلش فکر میکنم. دلیل دومش هم که خانم مباشریفر گفتن که ایجاد رعب و وحشت. دلیل سومش هم که اصلا خب دین اسلام کلن کشتن رو مجاز دونسته به هر روشی و به هر دلیلی. حالا آقای کرمی، اولا که واقعا متاسفم بابت این اتفاقی که براشون افتاده. البته فکر می‌کنم تو ایران همه، یعنی همه خانواده‌ها یا فامیل‌ها، به هر حال هر کی به نوعی، انقدر این تعداد کشتارها زیاد بوده، اعدام‌ها زیاد بوده، هر کی به نوعی توی فامیل یا توی خانواده‌اش یه داغی این مدلی دیده از جمهوری اسلامی، حالا هر کی به هر نحوی. گفت در مورد نوع کشتار که آقای کرمی گفتن، خب سنگسارو فراموش کردم. خب سنگسار ما داریم توی دین اسلام، یعنی از این بی‌رحمانه‌تر فکر نمی‌کنم اصلا وجود داره. حتی خود اعدام با طناب دار، حالا اعدام با طناب دار سنگسار یه خیلی بدتره. ما اینم توی دین اسلام داریم. مورد سوم خواستم راجع به این موضوع هم اشاره کنم که اصلا وجود اعدام برای جمهوری اسلامی یعنی بقا، اصلا بقای جمهوری اسلامی بسته به اعدام هاشه. هر چه بیشتر اعدام کنه انگار مثل یک خوناشامی که به قول معروف زندگیش بسته به خونخواریه، جان ستاندن هم به نوعی تغذیه میکنه جمهوری اسلامی از این جان ستاندن. مرسی، من وقت بیشتر نمیگیرم. مکرم. ممنونم جناب آقای شایگان. جناب آقای شایان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. متشکر آقای ناصری، سخنرانی بسیار خوبی بود آقای کرمی و واقعا منم متاسفم بابت اتفاقی که برای خانوادتون افتاده. یک سوال شخصی، اصلا کلن وقتی پروسه اعدام ها رو من میخوندم برام به وجود اومد، نه قبل از میون سخنرانی شما بلکه قبلش، این بود که در سال 57 که دادگاه امیرعباس هویدا بود، چه کسی واقعا امیرعباس هویدا رو اعدام کرد؟ همون صادق خلخالی بود یا روایت هایی شده که میگن ابراهیم یزدی از پشت ایشونو ترور میکنه؟ و مورد دوم بابت منشنی که آقای شایگان کردن این بودش که سنگسار رو فکر کنم برای اقلیت‌های بلوچ قدیم بوده ولی دیگه کم شده، حالا نمیدونم این درستی یا نه. ممنون از وقتی قرار.
ممنونم از شما جناب آقای شایان. در رابطه با سوال اول که من اطلاعی ندارم، ولی در رابطه با بحث سنگسار، حالا آقای شایگان مثال می‌زدن و اینکه هست توی قانون، توی قوانین اسلامی همچین چیزی و اینکه واقعا هم هست و داره اجرا میشه. حالا شاید توی ایران ما نبینیم اینو، ولی خب توی همین افغانستان که کنارمونه همین الان داره اجرا میشه. همین چند وقت پیش بود اتفاق افتاد این مسئله. فکر کنم منظورشون همین بود. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود خدمت دوستان عزیز و همکاران گرامی، در جواب آقای حمزه‌زاده میخواستم بگم که خانم واشریفر زحمتش رو کشیدن و آقای شایدان گفتن چون حقیقت اعدام با اعدام هیچ کاری پیش نمیبرن، هیچ شکلی نمیتونن جلو برن. از سال 67 و 57 خاوران گرفته به بعد تا همین الان اینا روش کارشون همینه، سرگوب رو با وحشت، ترس و دلهوره میان مردم که کسی نتونه هیچ کاری بکنه، بترسن جوانا نتونن جلو برن، ولی با اعدام هیچ کاری نمیتونن بکنن. هرچه که بیشتر اعدام میشه فعالیت مردم بیشتر میشه، هرچقدر بیشتر خانواده ها نابود میکنن، از هر یک خانواده‌ای که یه نفر بگیرن 10 نفر به مشکل برمیخورن و این 10 نفر 100 نفر میشه. الان هزاران، صدها هزار خانواده، خانواده سیاسی، خانواده اعدامی و خانواده زندانیا داریم ما. که اینا با رعب و وحشت و استرس و ترس تا الان هیچ کاری نتونستن بکنن، از این بعدش هم نخواهند کرد و امیدوارم روزی بشه که همه مردم با هم متحد بشن، یکی بشن و این زور و این ظلمگویی جمهوری اسلامی پاسخ داده بشه. ممنونم. من مکرام. ممنونم جناب آقای کرمی، کاملا درسته. الان ببینید توی این همه سالی که دارن اعدام میکنن، حالا چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب، این همه سالی که دارن اعدام میکنن و حداقل اگه قرار بود جوابی بگیرن یا حالا به قول خودشون بزهکاری کم بشه، قتل و جنایت کم بشه، نمیدونم حمل مواد مخدر کم بشه و و و بقیه حالا جرمایی که اینا بابتش حکم اعدام صادر میکنن، اگه قرار بود چیزی کم بشه حداقل توی این سالا اتفاق افتاده بود. ولی بعد از این همه سال میبینیم که آیا واقعا الان ما نداریم جرم و جنایت توی کشور؟ تجاوز اتفاق نمیفته، قتل اتفاق نمیفته، حمل قاچاق مواد مخدر اتفاق نمیفته. میبینیم که شاید ده ها برابر شده نسبت به 10 سال پیش حتی. پس قاعدتا این حکم بازدارنده نیست و واقعا هیچ منفعتی نداره و تنها دلیلش به نظر من همینه که دوستان فرمودن، یکیش همین روبو وحشته، یکیش باجخواهی تو عرصه بین المللیه که بتونن هر موقع که لازم باشه از این اهرم فشارشون استفاده بکنن و بکشوننش وسط تا بتونن امتیازهایی که لازم دارن رو بگیرن. جناب آقای ستار کرامی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. من دوباره خدمت دوستان خواهم عرض کنم که واقعا این اعدام ها یعنی جنبه سیاسی پیدا کرد. چطوری بگم؟ یعنی من همون سال 87، یعنی چیزی که من خودم و خانوادم شاهدش بودیم، همون سالی که پدرم اعدام شد، تا قبل از اون کسایی که حکم اعدام داشتن، یعنی این حکم اول تهران می رفت، قوه قضایی باید اونو تایید می کرد و بعد در همون شهر، یعنی مثلا من خودم از کرمانشاه بودم، اونجا رئیس کل اجرایکان میتونست این حکم رو اجرا کنه. ولی خب اون موقع رئیس کل اجرایکان هم یه شخصی بود که حکم ما رو اجرا نمیکرد. همین جنبش سبز که شد، این رئیس اجرایکان رو برداشتن، یک شخصی به اسم نجار اونو جاش گذاشتن و حکم ها رو استانی کردن، یعنی استان تصمیم میگرفت همونجا به فرض این شخصی که رئیس کل اجرایکان شد میتونست هر شخصی که حکم اعدام رو داشت اعدام کنه. و در اونجا بود که جنبش سبز هم شد، یعنی همینه که میگم حالت ابزار سیاسی این اعدام کردن ها. واقعا زندان دیزل آباد کرمانشاه خیلی ها رو اعدام کرد، یعنی گفتم قصابخانه شد.
یعنی حتی پدر من و خیلی های دیگه که اونا هم قبلا حکم اعدام داشتن و حکم اونها اجرا نشده بود، این شخص اومد حکم همه رو اجرا کرد، برای اینکه گفتن امنیت بین مردم، دوباره امنیت رو توی منطقه ایجاد کنن و از هر نقطه‌ای اعدام کرد. یعنی این چیزی که من خودم دیگه شاهدش بودم و خانواده ما هم قربانی این موضوع شد. و من مایکرو اختیار شما بسر از صحبت رو سپاسگزارم آقای کرمی. امیدواریم که هرچه زودتر این مشکل حل بشه واقعا و سایه سنگین و سیاه این جمهوری اسلامی ایران حداقل از سرمون برداشته بشه تا بتونیم یه نفس راحت بکشیم. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای فرشاد عرابی با موضوع دموکراسی. جناب آقای عرابی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و درود خدمت همه همکاران گرامی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 نوامبر سال 2007 میلادی برای پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی با اکثریت آرا روز 15 سپتامبر را روز جهانی دموکراسی نام نهاد. اصطلاح دموکراسی نظیر برخی دیگر از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی تعریفی جامع و مانع نداره و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن عرضه شده. با این اوصاف اما در اغلب موارد منظور از دموکراسی به رسمیت شناخته شدن حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری درباره امور همگانی جامعه به حساب می آید. هرچند دموکراسی ضامن توسعه یافتگی یک جامعه است، اما در این حال برای استقرار این مفهوم در یک اجتماع سطح قابل قبولی از توسعه یافتگی باید از پیش محقق شده باشه. هفته نامه اکونومیست چاپ لندن اوایل فوریه 2021 از سال 2020 میلادی به عنوان بدترین سال برای رشد آزادی و دموکراسی در جهان یاد کرد. این هفته نامه شیوه گسترده ویروس کرونا در جهان و محدودسازی آزادی‌های مدنی به بهانه قرنطینه از سوی دولت‌ها را از دلایل اصلی سقوط آزادی‌های مشروع و دموکراتیک در سال میلادی گذشته عنوان کرد. نشریه اکونومیست همچنین در گزارش سالانه خود در سال 2019 ایران را یکی از بدترین کشورها از نظر شاخص‌های دموکراسی معرفی کرد. اکونومیست هر ساله وضعیت دموکراسی را در 167 کشور جهان بر اساس روند انتخابات و کثرت‌گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی‌های مدنی مورد بررسی قرار می‌دهد. اولین پیش شرط حکومت دموکراسی این است که حکومت از آن مردم باشه و این مردم هستند که به حکومت مشروعیت میدن. خلاف گذشته حکومت نباید از آسمان نازل شده باشه و نمایندگان خدا چه با عنوان شاه و چه با عنوان ولی فقیه بر مردم حکومت نخواهند کرد. در دموکراسی مشروعیت حکومت و دولت از رأی مردم به دست می آید و از اینجا به بعد ما وارد مسئله انتخابات می شویم. حکومت مجموعه است که به 3 قوه تقسیم می شود: اجرایی، قانونگذاری و قضایی. منشأ این 3 قوه باید از مردم باشد. مردم هستند که قانونگذاری می کنند و قانون از آسمان نمی آید. چند مجتهد و آخوند دور هم جمع نمی شوند که قانون را رد یا تایید کنند. دموکراسی می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. دموکراسی مستقیم توسط مردم و از طریق همه پرسی و رفراندوم در جامعه های محدود و کوچک عملی است. به عنوان مثال در برخی از کانتون‌های سوئیس قانونگذاری به طور مستقیم است، به این معنا که خود مردم به مسئله رأی مثبت یا منفی می‌دهند یا اینکه توسط نمایندگان مردم به رأی گذاشته می‌شود. وقتی می‌گوییم نمایندگان مردم، مسئله انتخابات مطرح می‌شود. در مورد قوه اجرایی هم به همین ترتیب است. آن کسی که نماینده مردم است، نماینده خدا و آسمان نیست. اینها مواردی است که در ایران در قانون اساسی مشروطه به صورت خیلی صریح و علنی مطرح نشد و موارد مندرج در این قانون قابلیت اجرا نداشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حاکمیت از آن مردم نیست. یعنی اصل حاکمیت مردم که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و مردم هستند که تصمیم میگیرند هرگز پذیرفته نشده است. ما باید در یک حکومت یا دولت
دولت حقوق بنیان و حقوق مدار قضیه را تعقیب کنیم و بدانیم اساساً دموکراسی قابل تحقق است یا خیر. به عنوان مثال انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 به وقوع پیوست. ماده اولیه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه اعلام می‌دارد که انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و به طور برابر زندگی می‌کنند. همین بند حد فاصل رژیم گذشته و رژیمی بود که پس از انقلاب روی کار آمد. رژیم گذشته رژیمی بود که مبتنی بر امتیازهای طبقاتی یا ناشی از فئودالیسم بود که در آن اصل آزادی و مفهوم شهروند وجود ندارد و مردم نه آزادند و نه حقوق برابر دارند. از آن به بعد بود که مفاهیم آزادی و برابری در نظام روی کار می آید. در ایران هم موضوع به همین ترتیب است. ما با قانونی مواجه هستیم که این قانون در اساس تبعیض‌آمیز است. آزادی‌ها مشروط و محدود است و مقامی با عنوان شاه یا قدرت متعالی آن را به مردم اعطا می‌کند. بنابراین باید در ابتدای حاکمیت را از آن مردم بدانیم و این مردم هستند که درباره آینده خود تصمیم می‌گیرند. سپس یک جامعه باید حقوق بنیان باشد. جامعه‌ای که اساسش بر حقوق مردم استوار است و نه به عنوان هدیه‌ای که صاحب قدرت یا نماینده خدا آن را به مردم اعطا کند. اساس یک جامعه دموکراتیک رأی آزاد مردم و اراده آنهاست که می‌توانند حکومتی را ببرند و حکومتی را بیاورند. اینها در واقع صورت مسئله است که ما بر اساس آن می‌توانیم در یک جامعه توقع دموکراسی داشته باشیم یا نداشته باشیم. تا زمانی که در ایران و دست کم در شهرهای بزرگی نظرخواهی صورت نگیرد و گروه‌های مستقل از حکومت امکان نظرخواهی از مردم را نداشته باشند تا بر اساس آن آمار و ارقامی منتشر شود، نمی‌توان گفت که چند درصد از مردم اساساً از نظام دموکراتیک شناخت واقعی دارند و با برقراری آن بر مبنای تعریفی که بیشتر ارائه شد موافق هستند یا خیر. به عنوان مثال در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی مردم در انتخابات سال 88 که می دانن آزاد نیست، محدود است و فقط می توانند به کسانی رأی دهند که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن شرکت می کنند. بخشی از حکومت، رهبر جمهوری اسلامی یا جناح‌های فشار در حکومت این انتخابات را دستکاری می کنند و نتایج رأی مردم را عوض می کنند. جنبشی در میان مردم به وجود می آید. بزرگترین تظاهرات بعد از انقلاب در ایران شکل می گیرد که عنوان آن رأی من کو است. این رویداد فقط در تهران اتفاق نیفتاد. می خواهم بگویم که دست کم در پایتخت و شهرهای بزرگ شناخت از دموکراسی وجود دارد. مردم در انتخابات شرکت کردند، انتخاباتی که محدود و کنترل شده بود. ما این موضوع را یک بار دیگه در انتخابات منتهی به ریاست جمهوری خاتمی دیدیم. شاید مردم می دانند از این چند نامزد انتخابات که از فیلتر شورای نگهبان گذشتن کدام یک می توان آنها را بیشتر به سمت نظام و حکومتی که مطلوبشان است سوق دهند. چون مشکل اصلی در نهادی به اسم ولی فقیه یا رهبر است. بنابراین سعی می کنند به کسی رأی دهند که مورد نظر رهبر نباشد. در هر دو مورد هم موفق می شوند. هم در مورد رأی دادن به خاتمی و هم رأی به موسوی. اما وقتی می بینند که حکومت رأی آنها را عوض می کند و اجازه نمی دهد همان انتخابات محدود هم نتیجه شرافتمندانه و درستی داشته باشد، تظاهرات می کنند. تظاهراتی که می دانند بی خطر نیست. جمهوری اسلامی تظاهرات را سرکوب می کند و عده‌ای هم کشته می شوند. ایران یک سال پیش شاهد برگزاری انتخاباتی بود که از دل آن ابراهیم رئیسی، یکی از نزدیکترین افراد به رهبر، به عنوان رئیس جمهور اعلام شد. انتخاباتی که دارای حاشیه‌های بیشماری است و نبود دموکراسی در ایران را به نمایش می‌گذارد. هر چند به باور خیلی از کارشناسان ایران پژوهان، گزینش رئیسی یک انتصاب بود تا انتخاب. مردم اساسی ترین کانون دولت‌های جدید به شمار می‌روند که در برپایی این دولت‌ها نقش اساسی دارند. در ایران اما شهروندان نقش کمتری در سرنوشت خود دارند. نارضایتی فزاینده‌ای که در ایران از دولت حاکم و سیاستگران آخوندپیشه این کشور وجود دارد، سبب می‌شود که حضور مردم در روند انتخابات، سیاست‌های داخلی، مناسبت‌های خارجی و زندگی سیاسی کمرنگ باشه و زمینه حضور آنها قدغن شود. سرکوب فزاینده و خفقان در این کشور باعث میشه که یک وحشت داخلی و نگرانی بزرگی مبنی بر آینده به وجود آید.
آینده توسط چند تن به گونه دیکتاتور مآبانه رقم زده میشه و شهروندان ایران در تحول‌های داخلی به عنوان رای دهندگان نقشی ندارند. از همین رو روشنفکران به این باورند که آنچه زیر نام انتخابات در ایران به انجام رسید یک انتصاب بیش نبود که توسط رهبر ایران صورت گرفته و شهروندان در این روند کمترین نقشی نداشتند. کاهش 20% حضور مردم در آنچه روند انتخابات در ایران گفته می شود نشان دهنده عقبگرد و عدم اعتماد مردم به این روند است. از سوی دیگر به بیمهری و دلسردی مردم به رأی دادن نشان می دهند که نارضایتی فزاینده‌ای در ایران شکل گرفته است. نارضایتی که ممکن است ممکن در آینده بنیاد دیکتاتوری و ستم را در این کشور برچیند و زمینه‌های مردم سالاری واقعی را فراهم کند. دیکتاتوری ماندگار نیست و فوج فزاینده نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به سردمداران آخوندپیشه ایران نشان دهنده این امر است که نمیتوان دیکتاتوری را به جای دموکراسی بر یک ملت آگاه تحمیل کرد. مسئله اساسی این است که آقای رئیسی به جنایت ضد بشری، قتل‌های سیاسی و صدور دستور اعدام 68 مخالف سیاسی نظام موجود در ایران متهم است. او همچنان به سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان، فعالان سیاسی و فعالان زنان در ایران متهم است. سازمان ملی ایران در سال 1397 خورشیدی مستندسازی کرد که آیت الله رئیسی چگونه هزاران مخالف سیاسی و دگراندیشان این کشور را به کام مرگ کشان و دست به اعدام‌های فراقانونی زد. با این حال حضور یک اصولگرای افراطی که متهم به جنایت جنگی، حذف فیزیکی مخالفان و سازمان دهنده اعدام‌های سیاسی باشد بر مسند قدرت ایران ممکن است منطقه را بار دیگر مرتهب سازد و زمینه‌های خشونت را فراهم کند. این هم برای ملت ایران که در زیر چکمه‌های دیکتاتوری آخوندی به سر می‌برد خطرآفرین و بحرانزاست. حضور رئیسی از یک سو می‌تواند زمینه‌های تغییرات در بعد داخلی ایران باشد و از سوی دیگر می‌تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که به آتش افروزی در منطقه مشهور است تغییر دهد. میخواهم بگویم لااقل این شناخت در بخشی از جامعه شهری ایران وجود دارد و میگوید این ما هستیم که باید نماینده خود را انتخاب کنیم و این رأی ماست که به نمایندگان انتخاب شده مشروعیت میدهد. تمام اینها در حکومتی است که همه چیز آن کنترل شده است و نه تنها آزاد نیست، اساساً رئیس جمهوری و نماینده مجلس هم آن اختیاراتی را که در یک نظام دموکراتیک باید داشته باشند و آن توقعاتی که مردم از آنها دارند را ندارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه زیر قید ولایت مطلقه فقیه هستند. با وجود این در یک گرد همایی بسیار محدود هم مردم کوشش می‌کنند رأی خود را به حکومت تحمیل کنند. بنابراین این شناخت وجود دارد. اینکه چند درصد از مردم ایران از نظر تئوری شناختی از حکومت مبتنی بر رأی آزاد دارند و چقدر حاضرند برای آن نیرو بگذارند، مبارزه کنند و حتی جان خود را به خطر بیاندازند مشخص نیست و کاملا جنبه نظری دارد. شاید در بخشی از جامعه این شناخت و آمادگی وجود دارد، ولی با توجه به خطراتی که مربوط به هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی در ایران است، می تواند مانع این مبارزه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران باشد. بنابراین این موضوع چه در ارتباط با حقوق مردم، چه در ارتباط با مشروعیت حکومت، باید از حوزه بحث نظری وارد قانون اساسی آینده شود. قانون اساسی میثاقی است بین مردم و حکومت. حکومت ساختاری است که حقوق مردم و آزادی های مردم را به معنی عملی قضیه چه در حوزه قانونگذاری چه در حوزه اجرایی در ید پر اقتدار خود دارن. قوه قضاییه هم همیشه متاسفانه ابزاریش در دست قدرت اجرایی. ما هنوز گام اول رو برای اینکه بگوییم مشروعیت یک نظام ناشی از رأی مستقیم و بلافاصله مردم است بر نداشته ایم. مردمی که در آن همه صرف نظر از پایگاه اجتماعی، گذشته طبقاتی، نژاد و جنسیت حقوق برابر دارن. ابتدا قانون اساسی باید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. همچنین در این قانون اساسی ساختار حکومت باید به نحوی باشد که مردم بتوانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند. دولت را سر کار بیاورند یا از کار برکنار کنند و سرنوشت خود را به هر صورتی که بخواهند رقم بزنند.
هرچه زمینه دخالت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان بیشتر باشد، آن حکومت به دموکراسی نزدیکتر است. انتخابات در ذات خود اساسی ترین نمودار دموکراسی در جهان است. این نمودار مشخص می‌کند که نقش شهروندان در روند سیاست و دولتداری چقدر تاثیرگذار است. مشهورترین تعریف دموکراسی همان تعریف حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است. در واقع کانونی ترین عنصر این نظام اهمیت دادن به شهروندان و خواست آنان است. این شهروندان هستند که مشروعیت نظام های سیاسی را تعیین می کنند و نظام ها را بر سرنوشتشان خود مسلط می سازند. در این میان شفافیت و آزادی عمل از اصلی ترین کار شیوه هایی است که نظام مبتنی بر آرای مردم را از نظام های تکرو و دیکتاتوری مدار برجسته می سازد و مرز میان این نظام ها می کشد. ممنون از اینکه وقت گذاشتیم به سخنرانی من گوش دادیم. من مایک رو رها میکنم. ممنونم از شما جناب آقای عرابی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. یه نکته فقط من میخواستم بگم، توی سخنرانیتون هم بود بحث انتخاب، حالا انتخابات ریاست جمهوری که حالا چیزی که انداختن بین مردم انتخاب بین بد و بدتر، و شما هم توی سخنرانیتون بهش اشاره کردید، گفتین که مردم سعی میکنن به کسی رأی بدن که نزدیک به رهبر نباشه، مثل حالا میر حسین و خاتمی مثال هم زدید شما. البته چند جای دیگه من خونده بودم اینو، یعنی از خبرگزاری ها که اینم کار کرده بودم، من خیلی برام این سوال بود که گفته بودن که با انتخاب شدن رئیسی به عنوان رئیس جمهور، الان حکومت و دولت و مجلس یک دست شده، همه در یک سو شدن، و این برام از سواله، مگه دوره روحانی همسو نبودن؟ مگه روحانی از فضا اومده بود؟ خب روحانی هم همین شورای نگهبانی انتخاب میکنه که رهبر انتخاب کرده، همون میر حسین موسوی یا خاتمی کسی بهش اجازه میده کاندید بشه که هم شورای نگهبان در واقع بهش اجازه میده کاندید بشه که همه اونا رو خود رهبر انتخاب کرده. پس در واقع نمیشه گفت که کسی که میاد همسو با رهبره یا همسو با رهبر نیست. قطعا هر کسی که میاد انتخاب رهبره و هر کسی که میاد موازش با موازه حکومت تو یک سمت سوه، چون اگه نباشه اصلا جور در نمیاد اینا با هم دیگه. یعنی شما باید کسی رو بذارین در رأس دولت که فرمان برداره در واقع اون رهبر باشه و غیر از این اصلا نمیتونه باشه. و اون بحث انتخابات در یه چیز فرمالیته است تو جوامع بین المللی که فقط نشون بدن که ما دموکراسی داریم توی کشور، ما داریم انتخابات برگزار میکنیم، ما به مردم اجازه میدیم رئیس جمهور انتخاب کنن. اینا به نظر من همش بازیه که نشون بدن ما دموکراسی توی کشور داریم، ولی در واقعیت چیزی که ما داریم میبینیم همه و همه منصوبات یک نفره از زمان حالا از بعد انقلاب 57 تا همین الان، همه و همه منصوب شدن و هیچ کدومشون واقع انتخاب نشدن توسط مردم. و به نظر من فرق نمی کنه، یعنی ما بد و بدتر نداریم، همه بدن. همه کسایی که اومدن رأس دولت شدن از نظر من همون بدترن و در واقع بد و بدتر ما نداریم. نظر شخصی من بود، حالا دوستانم میتونن مشارکت کنن توی بحث. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. درود مجدد، من کاملا با شما موافقم. از آقای عرابیان خیلی تشکر میکنم، نکته یعنی سخنرانی خیلی خوبی داشتن، موضوع سخنرانیشون خیلی جالب بود. با سخنرانی شما کاملا موافقم، البته اینم باید بگم که خب تو دوره پهلوی هم انتصاب بود دیگه، به وسیله شاه نخست وزیر انتخاب میشد، حالا کاری به اونش نداریم. ولی تو تکمیل صحبت شما هم میخوام اینو بگم که البته یه سوال در واقع میخوام بپرسم که آیا مردم با آگاهی به این موضوع که آقا دیگه فرقی نمیکنه چه کسی رو انتخاب کنیم، همشون از یک قماشن به رئیسی، یعنی نرفتن تو دوره اخیر انتخابات شرکت کنن، یعنی با آگاهی بوده یا نه همینطوری سوار یک موجی بودن و از ناامیدی و از به قول معروف سرخوردگی گفتن آقا ولش کن، چه انتخابات شرکت بکنیم چه نکنیم اوضاع همین منواله و ولش کردن.
یک موضوع بود که من میخواستم بدونم که عدم آگاهی بوده. موضوع دوم که شما به درستی اشاره کردین، بحث مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی تو مجامع بین المللی، یادتون باشه آقای لاریجانی بود فکر کنم که رئیس حقوق بشر اسلامی یعنی چیزی بود یا همچی سمتی داشت، ما دموکرات ترین کشور دنیا هستیم، آزاد ترین کشور دنیا هستیم، ما هیچ نقض حقوق بشری انجام نمیدیم. و هم ببین استنادش هم واقعا به همین رأی دادن ها بود دیگه، میگفت مردم میان رأی میدن، در صورتی که ما خودمون میدونیم که خب این رأی دادن ها همش فرمالیته بود. ممنونم وقت در اختیار من گذاشتین. ممنون از شما جناب آقای شایگان. در راستای حالا سوالتون، به نظر شخصی من البته بحث آگاهی است، فکر میکنم یعنی مردم دیگه واقعا رسیدن به اون نقطه که واقعا درک میکنن و آگاه شدن که واقعا حق انتخابی وجود نداره. یعنی اون 4 نفری که میان کاندید میشن به عنوان نامزد ریاست جمهوری فرقی با هم دیگه ندارن، اصلا سیاست ها از جای دیگه میاد و اصلا برنامه‌ریزی ها از جای دیگه میشه و قراره، یعنی پلن حتی 4 سال بعد ریخته شده و اصلا اون شخصی که میاد اونجا تأثیری به نظر من نداره و مردم به نظر من اینو فهمیدن. حالا با همین کاهش 20% شرکت کننده ها تو انتخابات هم معلوم شده و به نظر من هرچی هم جلوتر میره کمتر و کمتر میشه، یعنی قشنگ میتونیم توی انتخابات بعدی اینو به وضوح بتونیم بفهمیم، حداقل درک کنیم که ببینیم مردم واقعا آگاه شدن و واقعا میفهمن که دیگه انتخابی وجود نداره. ممنونم از شما. جناب آقای شایان بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما، سخنرانی خیلی خوبی داشتین آیه عربی و منم با نظر شما و آیه شایگان موافقم که تمام اینا به دلیل نوشته شدن اشتباه قانون اساسی، چه در دوره شاه که شاه نخست وزیر انتخاب میکرد و چه در دوره جمهوری اسلامی که شورای نگهبان کاندیدای ریاست جمهوری رو تعیین میکردن منصوب میشن و باید در ایران بعدی یا ایران نوینی که شکل میگیره پایه و اساس قانون اساسی کشور تغییر بکنه که تمام حزبا باشن و انجام بپذیره. و اینکه این آگاهی رسانی هم خیلی خوبه، چون واقعا مردم دیگه نسبت به مرور زمان متوجه شدن که واقعیت چیه و از اون ترس و واهمه اومدن بیرون و میتونیم بپذیریم که آینده برای مردم ما روشن‌تره و دور از تاریکیه. ممنون از وقتی قرار دادید. متشکرم آقای شایان، با امید اون روز واقعا. جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم. درود مجدد خدمت همکاران. در جواب آقای شایگان میخواستم بگم اینکه مردم آگاه شدن، به نظر من همونقدر که مردم آگاه میشن جمهوری اسلامی هم یه خورده زرنگ میشه و یه راهی پیدا میکنه. به هر حال چون من یادم آخرین باری که تو ایران بودم بر انتخابات بود، اینا اومده بودن شورای شهر رو روز انتخاباتش یعنی با ریاست جمهوری یکی کرده بودن و خودتون هم میدونید توی شورای شهر یه جوریه که بحث رقابتی پیش میاد توی شهرهای کوچیک، مثلا یارو میره با اتوبوس فامیلای خودشونو میاره یا حتما هر طوری هست به خاطر اون شخصی که تو فامیلشونه یا تو شهرشونه رأی میده، ولی وقتی میره پای صندوق میبینه که مجبوره باید به ریاست جمهوری هم رأی بده و الان نمیتونه به شورای شهر هم رأی بده و اونجا با اینکه آگاهه با اینکه میدونه ولی مجبوره که رأی بده و اینا هم این موضوع استفاده میکنن. به نظر من مردم باید اول از همه طبق همه حرفایی که تو همه جلسات هست اول باید خودشون آگاه بشن و این موضوع رو بدونن و اگه فردا حتی اگه برادر خودشم رفت توی شورای شهر مثلا کاندید شد، همون قدری که به ریاست جمهوری اعتماد نداره نباید به ایشون هم اعتماد داشته باشه، چون خودتون میدونید این سیستمی جوری که همه میان جیب خودشون رو پر کنن و جمهوری اسلامی از این موضوع خوب استفاده میکنه و هر سال یه روند جدیدی رو میکنه. ما باید بیشتر به این موضوع آگاه باشیم. ممنونم. ممنون آقای حمزه‌زاده، کاملا درست میگه دیگه. خب همونجوری که ما آگاه تر میشیم حالا جمهوری اسلامی هم آگاه تر میشه دیگه، هر سال یه ترفندی و بالاخره یه
حیله‌ای رو به کار میگیره تا بتونه مردم رو بکشونه پای صندوق‌های رأی و همیشه از این حیله استفاده میکرد، از همون گزینه بد و بدتر، یا یه نفر رو خیلی بد نشون میداد یه نفر دیگه میورد که بتونه مردم رو بکشونه پای صندوق که مردم به اون یکی شخصی که فکر میکنن حالا بهتره رأی بدن. ولی خب در کل که الان واقعا ما میدونیم فرقی نمیکنن این دوتا با هم دیگه، همه توسط یه عده انتخاب میشن که همه اونا رو هم باز رهبر انتخاب میکنن، یعنی همشون رو در واقع رهبر انتخاب میکنن، برای همین فرقی نمیکنه. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. با درود دوباره، میخواستم بگم آقای ناصری حرف خوبی زدن، من خیلی خوشم اومد از این حرف. میگه بد و بدتر نداریم، همه بدن، یعنی هیچ فرقی نمیکنه به نظر من کی کیو انتخاب کنه، چی انتخاب بشه، چیز تازه‌ای برای گفتن نداریم، میخواد هر کی انتخاب بشه چه فرقی میکنه با حالمون؟ تا الان کسی اومده که به فکر مردم باشه، به درد مردم توجه کنه؟ نه، کسی که میاد یا فکر جیبشه یا فکر یه مقام بالاتره. کسایی هم که میرن رای میدن، موقعی میخواد ریاست جمهوری باشه، میخواد شورای شهر باشه، میخواد هر چی باشه، حقیقت درصد خیلی کمی داریم میرن که رای گیری بشه و رای بدن. اون درصدی هم که دارن رای میدن 100% یا کارمندن، کارمندای بانکن، یا معلمان، یا خلاصه به یه طریقی به جمهوری اسلامی وابسته هستن که 100% هم هیچ شکی هم ندارم همونا هم ناراضی هستن، همونا هم موافق این رای گیری و این جمهوری اسلامی نیستن، ولی مجبورن از ترس فرداشون، از ترس یه چیزای دیگه میترسن، همینم از دست بدن، همینم که به دست آوردن با هر جوری که خودشون دونستن اینم از دست بدن. یعنی چیز تازه ای نیست که بخواد برای ریاست جمهوری باشه کسی دیگه بیاد، ما منتظرین باشیم که کسی بخواد برامون ظهور کنه، هیچکی برای ما ظهور نمیکنه. مردم هم به اندازه کافی آگاهی پیدا کردن، همه آگاه هستن، همه میدونن چه بلایی سرشون اومده و چه بلایی سرشون خواهد اومد، از چیزی برای حقیقت از دست دادن نمونده. امیدوارم که یه روزی تمام این گرفتاری و مشکلات و تمام این باند بازی ها و چیزای جمهوری اسلامی خلاصه خاتمه پیدا کنه. بازم ممنونم، من مایک رو آمد. ممنونم از شما جناب آقای کرمی. قطعا اون روز خیلی زود میرسه. بله قطعا اون روز خیلی زود میرسه و شاهد اون روز خواهیم بود. سلامی عرض میکنیم جناب خدمت جناب آقای شفایی، خیلی خوش اومدین جناب شفایی. خب از دوستان عزیز اگر در رابطه با بحث در واقع سخنرانی آخر جناب آقای عرابی، بله جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم. اصلاحی میکنم، من دوباره میکروفون گرفتم، میخواستم یه سوال از دوستان بکنم. واقعا اگر شما الان تو ایران بودید، یه شرکت داشتید، حالا یه شرکت ساختمونی یا هر چیزی، برادر خودتون میخواست وارد سیستم بشه یا پسر خالتون میخواست وارد سیستم بشه، که با ورود اون به سیستم دست شما هم باز میشد، شما میتونستین پروژه بگیرین، کار کنین و رونق بگیرین کارتون رو. بازم واقعا همینجوری که امروز توی این جلسه حرف میزنیم مخالف رای دادن بودین یا اون موقع میرفتین به خاطر خودتون؟ خیلی الان تو ایران همینجوری هن، این اصلا براش هیچی مهمی، فقط به خاطر خودش، به خاطر اینکه وضع مالی خودش خوب بشه، حالا برادرش یا فامیلش یا بچه محلش رفته مثلا کاندید شورای شهر شده و این میخواد از این طریق پول در بیاره و میخواد وضع خودش خوب کنه. میخواد دوستان بپرسم اینو، واقعا اگر ما هم الان تو ایران بودیم همچین داستانی برام پیش میومد، باز با همین دیدگاهی که امروز داریم به این موضوع نگاه میکردیم یا اینکه بازم میرفتیم سر صندوق های رای؟ ممنونم. آقای حمزه‌زاده به نظر من شاید جواب دادن به این سوال واقعا سخت باشه، چون آدم باید واقعا تو موقعیت باشه تا بتونه، یعنی به نظر من با قطعیت نمیشه به این الان پاسخ داد، یعنی آدم باید خودش تو موقعیت ببینه، خودش کامل بشناسه تا بتونه نظر بده. و اینکه حالا یه نکته دیگه هم هست که من میخوام بگم، این بحثی که شما میفرمایید، خب مگه تعدادش چقده؟ الان کسایی که میان شرکت میکنن توی انتخابات 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون، نمیدونم چقدر میان الان شرکت میکنن توی انتخابات، رأی میدن، آیا همه اونا منافع دارن که میان رأی میدن؟ مگه ما چقدر شورای شهر داریم، چقدر کاندید برای مجلس داریم؟ حالا ریاست جمهوری خب یک نفر، ولی من میگم چقدر ما تعداد با
برای نماینده شدن داریم یا برای شورای شهر داریم و اینا چقدر فامیل دارن که حاضرن به اینا باج بدن یا مثلا در آینده یه شغلی بهشون بدن. خب همه اینا رو شما رو هم جمع بزنید شاید 0.01% کسایی که شرکت میکنن توی انتخابات هم نباشه، حتی خیلی محدود باشه. بنابراین فکر نمیکنم اون کسایی که میان رای میدن به خاطر منافع شخصیشون میان رای بدن. و هر آن کسی که میاد رای میده به نظر من حالا یا از سر ناآگاهیه یا حالا زور و اجبار در موقع هم به خاطر مسئله استخدام و شغل دولتی داشتنه و بقیه مسائلی که حالا ما داریم میبینیم توی جامعه. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. مجدد من هم دقیقا بحث من هم همین بود که از روی آگاهی آیا نمیرن رأی بدن یا از روی سرخوردگی و ایناست. ببینید این یه چیز واقعیت هست دیگه. به قول آقای کرمی نفع شخصی دارن خیلی ها، یا به قول آقای حمزه‌زاده جمهوری اسلامی نیرنگ به کار میبره، فریب میده مردم رو، حالا به عناوین مختلف، ولی وجود داره، همچین چیزایی وجود داره. ببینید یا مثلا خب خیلی از کارمندان دولت، آقای کرمی هم گفتن مجبورن واسه این که استخدامشون به خطر نیفته، چون ما خودمونم بودیم، ما تو روزنامه همشهری بودیم، هر سال هر دوره که انتخابات شناسنامه ما رو چک می‌کردن. خب من خودم نمی‌دادم، ولی خب اون مهر رو بعد می‌خورد شناسنامه دیگه. بنابراین یک همچین چیزایی وجود داره، اگر صدای منو داریم، بله همچین چیزایی وجود داره. و واسه همین من پرسیدم که آیا الان این دوره که انتخابات کم نختر از دوره های گذشته بود از روی آگاهی بود یا از روی سرخوردگی و به قول معروف مأیوس شدن و اینا بود. منم دقیقا از راه هم. مرسی. مرسی از شما جناب آقای شایگان. جناب آقای محمد بور بفهمید، میشم این شما رو. آقای حمزه‌زاده سوالی کردن در رابطه به اینکه اگه ما هم بودیم این کارو میکردیم. باید بگم که شاید چیزی که دارم میگم صحبت همه دوستان هم باشه. اولا که کسایی که تقریبا میشه گفت از اون محوطه خارج شدن یا حداقل اینجا هستیم برای زندگی سالم اومدیم، ما اگه قرار بود اون شکلی زندگی بکنیم با اون تیپ باشیم خب اینجا نبودیم. و دوم این که بعضی هم ماها برای اون مشکلاتی پیش اومده و ضربه هایی خوردیم. حالا مثلا آقای اگه اشتباه نکنه آقای ستاری کرمی داستانی رو تعریف کرد از زندگیشون و پدرشون و وقتی ما اینا رو میشنویم خب قطعا از اون سیستم دور میشیم و همکاری نمی کنیم. باید حالا من ممنونم مایی که در اختیار من گذاشتید، قطع میکنم. ممنونم از شما جناب آقای محمدپور. بله جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. سلام میکنم خدمتتون دوستان عزیز. من این سوال برای من جالبه و من فقط یه جواب اینجوری میتونم بدم. من آگاه یه حرکتی میکنم، من ناآگاه یه حرکت دیگه میکنم، بعد من منفعت طلب یه حرکت دیگه میکنم، من مجبور یه حرکت دیگه. یعنی این سوالی که شما کردی بستگی در موقعیتی که من در اونجا دارم. اگر آگاه باشم خب خود به خود نمیرم، نه رأی میدم نه پیگیری میکنم. اگه ناآگاه باشم خب حالا بریم یه کاری بکنیم. مجبور باشم برای اون مهر تو پاسپورت و توی نمیدونم شناسنامه باز خب میرم. من منفعت طلبم که بدو بدو میرم. یعنی دیگه در واقع این بستگی به اون منه وجود داره، یعنی اون کدوم من هستم که اونجا وجود دارم. و قاعدتا ما زمانی به اون نتایج واقعی میرسیم که اون من آگاه وجود داشته باشه، به دلخواه برسیم. وگرنه هر کدوم ما تجربات خودمون رو داریم، نگاه خودمون رو داریم، شاید در یه مقطعی بریم یه کاری بکنیم، در یه مقطعی یه کاری رو انجام ندیم. ولی وجدانن من اصلا یک دونه رأی در ایران ندادم، چه زمان پهلوی چه در زمان جمهوری.
حتی زمان پهلوی که گفتن آقا حزب رستاخیز تنها حزب ماست و همه باید بیان عضو این حزب بشن، اگه نه میرن از این مملکت، باید از مملکت برن بیرون. من حتی اونجا هم عضو نشدم، با اینکه تهدید شدم، ساواک خواست، همه اینا. منظور میخوام بگم، نه از خودم بخوام تعریف کنم، بسته به اون نوع آدم هاست که در چه شرایطی زندگی میکنن، چگونه هستن. سوال خیلی خوبی کردید، مهمه که هم روش فکر بکنیم و دوستان بدونن که باید چه جور منهایی باید اونجا وجود داشته باشه، چقدر آگاه بشن، چقدر آگاه بتونیم بکنیم افرادو که بتونن درست تصمیم بگیرن. مرسی. ممنونم جناب آقای شفایی. بله کاملا درست میفهمید دیگه. من هم عرض کردم اما اول آدم باید یک موقعیت خودش رو در نظر بگیره، واقعا ببینه در کجا ایستاده تا بتونه اون تصمیم خودش رو بگیره و یه جورایی فکر کردن به منافع جمعه. یعنی در واقع آدم هیچ کس شخصی فکر نکنه به موضوع، این که ببینم منفعت خودم الان رأی دادن به نفع منه، من میرم رأی میدم ولی میدونم به ضرر جمع میشه ولی باز میرم این کارو میکنم. اگر یکم آدم یه ذره کلی نگاه کنه، به فکر منافع جمعی باشه، از حق خودش بگذره، به نظر من شاید یه ذره مفیدتر میتونستیم باشیم حداقل برای جامعه هم. سپاس از شما از دوستان. سراغ بحث بخش بعدیمون در واقع میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده، که بحث آزاد امروزمون در رابطه با فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی، بخش دوم که قوم کرده. من ابتدای بحث یک مقدمه رو عرض میکنم خدمتون، خدمت شما دوستان، در رابطه با معرفی در واقع قوم کرد و بعد از اون بحث رو با شما همکاران عزیز ادامه میدیم. مردم کرد از اقوام ایرانی تبار و بازماندگان اقوام آریایی به حساب میان و تمام مناطق کردنشین در کشورهای همسایه ایران بخشی از ایران صفوی بوده که در طی جنگ‌های مختلف به امپراتوری‌های مختلف واگذار شده. در حال حاضر کردها بجز ایران در عراق، سوریه و ترکیه هم زندگی می‌کنند. اقوام کرد توی ایران بیشتر توی غرب و شمال غربی کشور زندگی میکنن، که البته خب عده زیادی هم توی استانهای دیگه هم به طور پراکنده هستن. اقوام کرد مثل بقیه اقوامی که توی ایران هستن دارای زبان خاص خودشون هستن که زبانشون خب کردیه، که به جز این که یه سری مشترکاتی با زبان فارسی داره جز زبانهای قدیمی توی ایران به شمار میره. دارای آداب و رسوم خاص خودشون هم هستن و یکی از مهمترین مراسم در واقع میان اقوام کرد جشن نوروزیه، یا اگه اشتباه نکنم، حالا سرچی که من کرده بودم توی اینترنت و اطلاع پیدا کرده بودم بهش آتش نوروزی هم مثل این که میگن، که این جشن خب یکی از سنت‌های قدیمی میان اقوام کرده. کردها نوروز رو با برپا کردن آتش به همراه موسیقی و رقص جشن میگیرن. اقوام کرد هم مثل دیگر اقوام در ایران دارای پوشش خاص خودشون هستن و باید بگیم که لباس‌های کردی یکی از زیباترین لباس‌های محلی توی ایران به حساب میاد، که این نوع پوشش البته قدمت خیلی تاریخی و طولانی داره. اما قبل از اینکه بحث رو با شما دوستان در رابطه با فرهنگ و آیین اقوام کرد میخوایم ادامه بدیم، میخوام یه اشاره کوتاهی هم به نقض‌هایی که توی ایران توسط جمهوری اسلامی ایران علیه کردها در حال اتفاق افتادن هم یه اشاره بکنم و بعد بحث رو با شما همکاران عزیز در هر دو مورد ادامه میدیم. همگی میدونیم توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از هر چیزی همه در برابر قانون برابرند و نباید هیچ تبعیضی اتفاق بیفته. اما جمهوری اسلامی ایران همیشه کردها رو تجزیه طلب و تروریست خطاب کرده و با استفاده از این برچسب‌ها به مشکلاتی مثل شغل، آموزش،
مسکن، بهداشت و اقتصاد و خیلی چیزهای دیگه توی این مناطق اهمیت نداره و تمامی حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این اقوام رو نقض میکنه و به خشنترین شکل ممکن تعداد بسیار زیادی از کردها رو بازداشت، شکنجه و بعد از گرفتن اعترافهای اجباری با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، محارب و خیلی چیزهای دیگه اعدام میکنه. و اون دسته از افرادی که سالهای بسیار طولانی و چه بسا تا پایان عمرشون رو باید توی زندان بمونن، در طول دوران زندان از حقوق اولیه یک زندانی که کمترین حقش دیدار با خانواده و مرخصی محروم میکنن. و اینها همه در حالی توی کشور داره اتفاق میفته که کردها بارها و بارها اعلام کردن که هدفشون فقط پیگیری حقوق کرداست و نه تجزیه طلبی. حقوقی که با ناعدالتی توسط جمهوری اسلامی ایران از اونها سلب شد. خب دوستان، من اشاره کردم به آداب و رسوم مردم کرد و قطعا خب ناقص بوده، چون حالا اطلاعات من در حد سرچ توی اینترنت و بیشتر از این آگاه نبودم و خیلی دوست دارم که دوستان و همکاران گرامی توی این بحث شرکت بکنن و در رابطه با بیشتر در واقع در رابطه با آیین و رسوم مردم کرد، جشنایی که دارن، صحبت بکنن و بیشتر آگاهمون بکنن و همینطور در رابطه با نقضایی که داره اتفاق میافته. همه میدونیم که چقدر نقض داره اتفاق میافته علیه اقوام کرد توی کشور و کم هم نیست، خب ماشاءالله خیلی زیاده. و در رابطه با اینم بیایم صحبت کنیم که چه نقضایی رو خودشون شاهد بودن، چه نقضایی رو دیدن و در رابطه با این نقضا چیا میتونیم با هم صحبت کنیم و تبادل نظر کنیم. از دوستان و همکاران عزیز، دوستانی که تمایل دارن در بحث آزادمون شرکت بکنن، خوشحال میشم که با یک علامت دست بنده رو راهنمایی بکنم. بله جناب آقای شایگان، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. ممنونم. درود مجدد. من چون تو اون خطه زندگی کردم سالها و مطالعات زیادی هم داشتم، دو سه نکته هم اشاره کنم در مورد موضوعاتی که شما گفتین. یکی از مواردش که زبان هورامیه که تو بخش هورامانات رواج داره که با سایر کردی ها، زبان ها، گویش های کردی متفاوته، جز زبان های خیلی قدیمی و در واقع ریشه پهلوی داره. یعنی زبان هورامی، تاتی و حالا دو زبان دیگه که یادم نمیاد، این چهار تا زبان ریشه مشترک پهلوی دارن. یک موضوع بود. موضوع دومم جشن نوروزی که شما گفتین، کردها 13 روز نوروز رو کلن بیرون از منزل هستن، جشن میگیرن، پایکوبی و رقص زیباشون هم که خب خودتون میدونی، اگر لازم باشه من یه توضیح بدم که اصلا چرا رقصشون به این شکله، دست در کمر، پا روی زمین، اینا رقص خیلی زیبایی هم دارن و اینا مدام میرقصن و شادی میکنن. حالا البته آقای کرمی فکر کنم کرد هستن، بهتر میتونن توضیح بدن. اما در مورد نقص هایی که شما گفتید، ببینید نه فقط جمهوری اسلامی، که دولت های خیلی خیلی قبلتر متاسفانه تمام اقوامی که تمام ساکنان ایران که تو مرزها هستن فقط به عنوان مرزبان میشناسنشون. یعنی میگه هر وقت که یه دشمنی چیزی حمله کرد شما اینا رو جلوشون رو بگیرین، و ولی ما با شما نه بهتون امکانات میدیم نه بهتون خدمات میدیم. بلوچستان به همین ترتیبه، خوزستان به همین ترتیبه، کردستان به همین ترتیبه. یکی از مواردی که چرا کردها رو میگیرن انقدر اعدام میکنن، چون خب اونجا کار نیست. خب من چون میگم اونجا زندگی کردم میدونم، چون اونجا کار نیست، درآمد نیست. خب یک سری احزابی هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن، پایگاهشون بیرون تو عراق معمولا. خب اینا به خاطر متاسفانه کمبود درآمد و معیشت میرن عضو این احزاب میشن، چون بالاخره یه مسکن اینجا در اختیارشون قرار میگیره، یه خوراکی در اختیارشون قرار میگیره. حالا کاری نداریم به اعتقاداتشون و رفتارشون، ولی یه بخش عمده ای از مردمی که جوانانی که کردهایی که میرن عضو این احزاب میشن و جمهوری اسلامی دستگیرشون میکنه و اعدامشون میکنه یا
زندانشون میکنه به خاطر این دلیله، یعنی معیشتشون یا همین کولبرها. هیچ کس فکر نمی کنم دوست داشته باشه که جون خودشو به خطر بندازه و بره کولبری کنه. درسته کولبری کار خلاف یا قاچاق به هر حال، ولی خب ناچارن طرف این کارو باید بکنه. به هر حال این مواردی بود که من به ذهنم اومد، حالا در آینده اگه شد دوباره میکروفون میگیرم. ممنونم. مرسی از شما جناب آقای شایگان عزیز. کاملا درست میفهمید. الان نقضایی که داره اتفاق میفته علیه کولبران، خب توی اون مناطق همه میدونیم یه جورایی فقر مطلقه، یعنی نه کار هست، نه وضعیت معیشت هست، نه مسکن دارن، نه بهداشت دارن، نه آموزش دارن. خیلی نقص، خیلی اگه بخوام در مورد همشون صحبت کنیم، یعنی هر چی اتفاق بد داره تو مناطق میفته. حالا هم کردستان فرق نمیکنه، اصلا مناطق مرزی مون اکثرا اتفاقات داره تو مناطق مرزی میفته. حالا چون بحث امروزمون در رابطه با کردستان و قوم کرده، حالا بیشتر در رابطه با این استان صحبت میکنیم. ببین انواع اقسام نقضا داره اتفاق میفته توی اون توی کردستان، ولی میبینیم که اصلا جمهوری اسلامی گوشش بدهکار نیست. الان وضعیت کار به اون شکله، نه کارخونه ای تاسیس میکنن، نه کارخونه هایی که بودن تازه تعطیل میکنن. وضعیت کشاورزی به اون بعض بجا، یعنی استانی که انقدر بارش داره، خب هر کسی فکر میکنه باید وضعیت کشاورزیشون خب خیلی خوب باشه، پر رونق باشه، ولی میبینیم که وضعیت کشاورزی اون مناطق هم خیلی فجیه، یعنی از هر نظر که نگاه میکنیم خیلی فاجعه بار اون منطقه. ولی متاسفانه داریم این نقضا داره مرتب اتفاق میفته. و یه سوال دیگه هم که حالا میخواستم دوستانم حتما در واقع، یعنی بیشتر روی این نقطه هم متمرکز بشیم و در موردش صحبت کنیم، در رابطه با اعدامایی که داره اتفاق میفته برای مردم کردستان. ببینید خب همه میدونیم اونجا چجوریه وضعیت، وضعیت کار نیست، مردم مجبور میشن رو بیارن به کولبری یا برن حالا به قول شما عضو احزاب بشن. ولی میبینیم که هر ساله داریم میبینیم آمار اعدام داره بالاتر میره. من میخوام ببینم هدف جمهوری اسلامی ایران واقعا از بالا بردن این همه اعدام توی این مناطق، حالا مناطق مرزنشین و علل خصوص کردستان، واقعا هدف جمهوری اسلامی چیه؟ به کجا میخواد برسه که این همه داره اعدام میکنه تو اون مناطق؟ حالا ممنون شم دوستان در این رابطه هم حتما بعدش صحبت بکنن. جناب آقای شایان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. روز دوباره ممنون از اینکه وقت در اختیار من قرار دید. منم مانند آقای شایگان یک مدتی در استان کرمانشاه بودم و صحبتی با افراد محلی اونا داشتم. تنها خواسته مردم کرد زبان بود که میگفتن که ما تجزیه طلب نیستیم، ما میخوایم حقوقمون مساوی باشه، ولی با ما مثل شهروند درجه دو برخورد میکنن. و از کرسی منصبهای نماینده های مجلس هم میپرسیدیم که چرا اینجوریه، میگن که ارجعیت مردم بر دین شیعه و مسلمان شیعه، و چون اون منطقه بیشتر سنی مذهب، مثل بلوچستان، مثل کردستان، مثل کرمانشاه، به خاطر همین زیاد از نظر امکانات غذایی، دارویی و مسکن و اینا پرداخت نمیشه بهش، و به همین خاطره که خیلی از افراد میرن به سمت کردستان عراق، میرن عضو حزب کموله میشن که حزبی بود که دقیقاً فکر کنم یک زمانی متحد بود با آمریکا در زمان جنگ سوریه، و تمام اینا نشأت گرفته از سیاست‌های غلط، چه از جانب جمهوری اسلامی چه از جانب کشور ترکیه هم هست که برخورد بدی دارن واقعاً. و این فکر کنم فقط مشکل اساسی از جمهوری اسلامی نیست، یک دید و تفکر بدی نسبت به مردم کرد زبان شده در خاورمیانه، و به خاطر همین دیگه حقوقشون ارجعیت قرار نمیگیره. ممنون از وقتی که برام گذاشت. ممنون آقای شایان. ببین بحث تبعیض خب توی کشور رو ما داریم میبینیم بحث تبعیض خیلی زیاده و در رابطه با همه داره اتفاق میفته، یعنی حالا
یه موقعی شما میگفتین چون سنی مذهبن خب پس نباید در اقلیت باشن، اکثریت در رفاه باشن، یا نمیدونم مثلا چون بلوچ هستن باید این اتفاق براشون بیفته، چون کرد هستن باید محدود باشن. ولی الان توی کشور داریم میبینیم یه جورایی دو دسته کردن مردم، یعنی خودی ناخودی. ناخودی ها میتونه شامل همه باشه، یعنی فرق نمیکنه شما سنی مذهب باشی، شیعه باشی، بهایی باشی، بلوچ باشی، کرد باشی، اینا میشن ناخودی. کسانی که در واقع عقایدشون نزدیک به حکومت نباشه و در تضاد باشه با حکومت، اینا میشن ناخودی. برای فرقی نمیکنه دیگه، حالا سنی مذهب باشه یا بلوچ باشه یا کرد، فرقی نظران نداره. و یه عده‌ای هم میشن خودی. خودی هم کسایی هستند که طرفدار حال حکومت هستند، طرفدار همون رأی دادن هستند که الان باشون کلی صحبت کردیم در رابطشون، و یه جورایی وابسته به نظام هستند. یه جورایی دو دسته کردن کشور رو. به نظر من این تبعیض به خاطر این داره اتفاق میافته. و حالا مردم کردستان خب به تبع خیلی بیشتر از بقیه داره این اتفاق براشون میافته، به خاطر حال تفکراتی که دارن، به خاطر عقایدی که دارن. به نظر من بیشتر داره اون سمت اتفاق میفته. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود دوباره، اولا ممنونم آقای نصری عزیز، لطف کردی که همچین موضوعی رو مطرح کردی. در جواب آقای شایگان میخواستم بگم واقعا من شخصا به عنوان یک کرد خیلی دارم حسرت میخورم، چون اطلاعات زیادی ندارم در مورد هویت خودم، انقدر اطلاعات ندارم که بشینم کامل برای چهار نفر قشنگ توضیح بدم که ما اینیم یا اون بودیم. بعدش کردا از طبق چیزایی که کم و بیشی میدونم، کردا از تبار اقوام آریایی ها و در دوران باستان در مناطق زاکروس سکنه شدن و تقریبا چیزی که آمار داره میگیره حدود 30 تا 50 میلیون جمعیت دارن. و آقای شایگان یه سوالی پرسید، دقیقاً جوابش هم انداخت کردن و منم تا جایی که امکان داشته باشه بتونم جوابش رو بدم. در مورد رقص کردی، رقص کردی تاریخچه، یعنی یه چیز پشنگی تو رقص کردی نهفته است. دستمال داشتن نفر اول، البته اینو بخواستم بگم، تو نقطه مرکز هیچ کسی قرار نمیگیره موقعی که میرقصن. دستمال داشتن نفر اول و آخر نشانه برابری همه اعضای گروه می باشد و نشانه گرفتن دست نشانه اتحاد گروه می باشد. وجود زنان بین مردان، یعنی موقعی که هر مردی یه زنی، تقریبا هر دو نفر یه زنی بینشون قرار می گیره که جدا نیستن از هم، وجود زنان در رقص نشانه اتحاد خواهر برادری میان همه زنان و مردان و نقشه اجتماعی زنان در گروه. کوبیدن پا بر زمین تهدید مهاجم و اشاره به زمینی است که وطن گروه محسوب میشه. هورا و صدای جمعی برای ترساندن دشمن میباشد. نشستن در هنگام مراسم به معنی تعقیب دشمن و گروه به تسلیم شدن است. بلند کردن سر به معنی استمداد گرفتن از یزدان پاک است. اگر دور از حلقه نگاه کنید، دستای همه به هم گره کرده میبینید، همان حلقه زنجیرهایی میباشند و بسیاری نکات ریز دیگر برای رقص کردی. در مورد جواب آقای ناصری هم که میگفت، واقعا الان کردا به خصوص طرفای همین غرب، کرمانشاه گرفته، سرندش گرفته، مریوان گرفته که همین الانش چند طرفای سردش گرفته، اکول برانش گرفته، از اعدامیاش گرفته. ما یه شهری داریم نزدیک خودمونه به اسم جوانرود، نمیدونم شاید موقع آبان حتما اسمش رو شنیدید اگه هم تحقیق کنید. اونجا موقع آبان 98 من خودم اونجا بودم، یعنی ایستی چیزی در کار نبود، مردم مستقیم میبستن به رگبار، مردم میبستن به رگبار بدون هیچی، نمیپرسید کی گناه کرده، کی اصلا به قول خودشون کی تظاهرات کرده، کی اومده تو خیابون، یارو تو خونه خودش از پنجره میزدن میکشن. هیچ جواب قانع کننده هم هیچ کی براش نداره. طبق سیاستایی که خودشون حقیقتش رو بگم در نظر گرفتن، نمیدونم طبق چه معیاری الان کرد سالهای سال داره همین زیر فشار در نبود امکانات مالی، در نبود کارخانه ها یا شراکتی که اونجا چهار نفر برن کار کنن، مردم میرن کولبری کنن. چرا این کارو میکنن؟ چون چهار تا شرکت درست حسابی اونجا نیست برن،
مجبور میشن برن تهران، اونجا یه پولشون خورده میشه، مجبورن برگردن برن پولبری کنن. از این ور نبود فقر، بودن فقر پدر و شرمندی بچهشون، مجبور دست به کارهای دیگه هم بزن. تمام، حکمش اعدام نیست، میتونی زندانیش کنی. یه کولبر امید یه خانواده است، امید بچهشه، امید دخترشه، امید زنشه، امید مادرشه، امید خیریه، شاید امید فامیلش هم باشه. موقعی که میره 200 کیلو 100 کیلو رو کولش هم میکنه، از اون برمیگرده، خیلی چشم انتظار داره، بدون هیچ ایستی نمیزنه به پاش، نمیزنه مستقیم شلیک میکنه تو قلبش، تو سرش، تو سینش. یعنی این یه دستور کاره. نمیگم هیچ سربازی بدون دستور شلیک نمیکنه به جایی تا دستور نگیره از بالا، و این دستور از خود مرکز شهر هم نمیاد، از بالای بالا میاد. حالا داستانش خیلی زیاده، نمیخوام، شاید وقتم کم باشه، من مایک رو راه میکنم. ممنونم که نظرات منو گوش کرد. ممنون جناب آقای کرمی، و همونجور که گفتیم واقعا تأسف داره آدم هویت خودشو نشناسه، واقعا یعنی آموزش ندیده باشه، به خاطر ضعف در واقع سیستم آموزشی مونه. این چیزاییه که باید توی مدارس واقعا یاد داده بشه. هویت آدم، من نمیدونم چه چیز منفی، چه نقطه منفی ممکنه تو هویت آدم باشه که اینا به این شکل باش مخالفت میکنن که اجازه نمیدن توی مدارس حتی در رابطه با این صحبت بشه، یا در رابطه با آموزش با زبان کردی. دیدیم که پارسال چه اتفاقاتی افتاد، چقدر بگیر و ببر را انداختن، چند نفر گرفتن، زندانی کردن، حبسای طولانی مدت دادن، فقط برای آموزش با زبان کردی. من نمیدونم آموزش با زبان کردی مثلا پایه‌های نظام رو واقعا میلرزونه، چه اتفاقی ممکنه بیفته یک نفر با زبان کردی بیاد آموزش ببینه. متاسفانه اتفاقاتی که داره میفته. جناب آقای شفایی بفرمایید، خوشحال میشیم میشنویم شما رو. مرسی. ببینید دوستان، در مورد موضوع کرد وقتی صحبت میشه یا یک قومیتی صحبت میشه، متاسفانه به دلیل اینکه صاحبان قدرت، حالا دولت مردان، کسانی که قدرت دستشونه، چه پهلوی چه این چه سایر قدرت ها، وقتی هستند اونا اولین کاری که میکنن برای حفظ بقاء خودشون هست. که در زمان پهلوی به تمام، حالا من اسم کردها رو میارم، موقعی که راجع به کردها میخواستن صحبت کنن، میگفتن مرزنشینان غیور کرد زبان. خب این خودش یک توهینه، یعنی در واقع حالا برای عرب ها همینو میگفتن، برای ترک ها همینو میگفتن، بلوچ ها، ترکمن ها، همه از این موضوع مرزبانی در واقع صحبت میکردن، و از هویتشون هم که تبدیل میکردن به زبانشون، یعنی از در هویت تبدیل به زبانشون. متاسفانه الان هم همینه، الان هم میگن کرد زبان، عرب زبان، نمیدونم ترک زبان. اینا اشکالاتیه که در نظام هست، نظام های صاحب قدرت. اما وقتی راجع به کردها صحبت میکنیم، شما باید بدونید که کردها اولین قومی بودند که در واقع در ایران حکومت کردند و ایران رو در واقع تأسیس کردند و 4 تا پادشاه داشتند و تنها قومی بودند که از آشورها در واقع مملکت رو نجات دادن و یک ایرانی برای خودشون ایجاد کردن. همین به اصطلاح دولت ماد بود، که بعد از دولت ماد که کوروش که هخامنشی رو شروع کرد، در واقع به دلیل اینکه مادرش هم در واقع از دیاکو در واقع حالا آخرین شاه در واقع دختر آخریشا ماندارا مثلا شد مادر کوروش که بعد هخامنشیان را افتادن. شما این نگاه کنید، ما وصلیم به هم، یعنی تمام تاریخ رو نگاه بکنیم، کردها، پارسها، ترکها، عربها، بلوچها، ترکمنها و همه اینها
در واقع یکی بودن، همواره یکی بودن، ولی متاسفانه وقتی یه قدرتی بالا میاد سعی میکنه به یه جوری بقیه رو بذاره کنار، و این ضعفیه که در فرهنگ ما به وجود اومده و خیلی هم شدید وجود داره. من اینا رو که عنوان میکنم فقط برای اینه که دوستان بدونید که کرد مفهوم مستقلی نیست برای من، عرب مفهوم مستقلی نیست، همه، من هم جز کردها هستم، من هم عرب هستم، من هم ترک هستم، من هم پارس هستم، من هم فارس هستم، ترک هم. این نشانه اینه که ماها با هم بزرگ شدیم، با هم زندگی کردیم و همه هم یکی هستیم. صاحبان قدرت جوری دیگری فکر میکنند، صاحبان قدرت به دنبال این هستن که یه جوری یک فاصله ایجاد کنند، تفرقه ایجاد کنن که با این فاصله و تفرقه در واقع بتونن قدرت رو نگه دارن و خودشون رو حفظ بکنن. یادمون نره الان اگه نگاه بکنین متاسفانه به اصطلاح مردم کرد یا قوم کرد چندین بخشن، یه عده در عراق هستن، یه عده در سوریه هستن، یه عده در ترکیه هستن، حتی در عرض کنم در ایران هم که یه بخشی هم در ایران هستن، یک جمعیت وسیعی هستن این کردها، اما متاسفانه به خاطر منافع جامعه جهانی برای منافع خودشون اینا رو تقسیم کردن. یعنی وقتی دولت عثمانی رو در واقع به هم ریختن و اومدن ترکیه درست کردن، سوریه درست کردن، لبنان درست کردن، اسرائیل درست کردن و و و و این بخش کردها هم در واقع جز این تقسیمات قرار گرفتن و تفرقه افتاد بین این قوم خوب. من اصلا راجع به این قضیه نمیخوام صحبت کنم، اما یه موضوع مهم دارم، اونم این هستش که چرا اقوام ما در ایران به ویژه اقوام کرد ما در ایران راحت نیستن، همیشه تحت فشار هستن، یا به قول دوستمون میگه چرا انقدر اعدام میکنن. ببینید بزرگترین ایرادی که الان در کشور ما وجود داره این هستش که اقواممون و ایالاتمون اصلا مستقل نیستن. شما الان مثلا فرض کن ما یک استان داریم به اسم خوزستان، خب همه عرب هستن، بیشتر عربن، اکثریت عرب هستن و لور هستن، خب ولی وقتی میبینی استاندار رو هم از مشهد میفرستن، استاندار از تبریز میفرستن، بعد میری تبریز میبینی استاندار از عرب ها اومده، بعد میری مشهد میبینی از سیستان استاندار اومده. خب استاندار در واقع نفر بعد از رئیس جمهور در واقع تو ایالت بالاتر از همه است. حالا بماند که تقسیم بندی های دیگه داره، سپاه داره چه و حقوق بازی خودشونو دارن، ولی در واقع ما استاندار در واقع، یعنی اگر بیان دولت ایران بخواد جامعه رو سالم بکنه بایستی اجازه تصمیم گیری رو برای هر قومی برای هر ایالتی باید بذاره در اختیار خودشون. یعنی منی که کرد هستم بایستی من در منطقه کردستان برای خودم فکر کنم، یعنی خودم استاندارم رو انتخاب کنم، خودم فرماندارم رو انتخاب کنم، شهردارم رو انتخاب کنم، تمام ادارات رو خودم انتخاب کنم. چرا؟ چون وقتی من از خودم انتخاب میکنم دلسوز خودم رو انتخاب میکنم و اون کسی که دلسوز من هست برای من کار میکنه. حالا اگر برای جیبش هم بخواد کار کنه یه حدی کار میکنه، بقیهش به مردم میرسه. پس یه کسی که میشه استان، یه کردی که میشه استاندار مثلا کردستان، طبیعیه چون کردستان رو میشناسه خدمات و امکانات رو به اونجا میده. این برای اینکه بدونید این در واقع یه نوعی فدراله. ما الان کشور آلمان من دارم زندگی میکنم هم همینه، با اینکه در واقع این همه تضاد بینشون نیست، یعنی زبانهاشون انقدر اختلاف نداره، فرهنگاشون انقدر اختلاف نداره، ولی هر ایالتی برای خودش مستقله، خودش رئیس جمهورش داره، خودش مجلس داره، نمایندگاشو دارن، همشون برای خودشون تصمیم میگیرن. یه سری موارد خاصه که
دولت مرکزی تصمیم میگیره. خب ما در ایران هم میتونستیم یه همچین قدرت مرکزی داشته باشیم، ولی به شرطی که جامعه همون به صورت فدرال بتونن هر کسی برای خودش استاندارش و نمایندهش و نماینده مجلسش انتخاب بکنه. من اینطوری میتونم عرض کنم ما حدوداً 8 میلیون کرد در ایران داریم، کرد ایران داریم در ایران هستن و متاسفانه بسیار بسیار سخت نگهداری میشن به چند دلیل. یکی از دلایلش اینه که یه بهانه میارن که شما میخواید تجزیه طلبی کنید. اولین بهانه شون نه برای اونا، برای عربا، برای هر کسی یه انگی میزنن. حالا خیلی یه آدمی هم که اصلا چه میدونم توی شیرازم باشه میگه تو وابسته به مثلا اسرائیلی، یعنی اینا دیگه براشون این انگ زدن کار ساده ایه. ولی اولین بهانه شون تجزیه طلبیه. چرا؟ چون در حاشیه شون یک قوم کرد دیگری داره زندگی میکنه، در صورتی که شما مطمئن باشید اگر یه آدمی در یک خانواده‌ای داره سالم زندگی میکنه و صبح بچه میره درسشو میخونه، میاد دانشگاه میره، میاد پذیرایی میشه، لباس پول تو جیبی داره، این تا 40 سالگی من این خونه نمیره. ولی یه بچه‌ای که از 7-8 سالگی میفرستن گدایی، بعد میاد خونه کتکش هم میزنن، دیگه نمیدونم پولش هم از جیبش در میارن، امنیت هم بهش نمیدن، لذت از زندگیش لذت نمیبره، 12 سالش بشه در میره، 15 سال دیگه میره، غیب میشه. اینو ما میتونیم در جامعهمون هم تعمیم بدیم. چرا؟ ما یه خانواده هستیم دیگه، میخوایم با هم زندگی کنیم. من این دو سه مورد مطرح کردم، دوستان باز میتونن ادامه بدن، باز موارد دیگه ای هم من دارم، برای که زیادی دیگه صحبت نکنم گوش میکنم تا ادامه بدم. سپاسگزارم جناب آقای شفایی. کاملا درست میفرمایید، اگر واقعا ما یک حکومتی داشتیم که در واقع فدرال فکر کنم، خب هر کسی از بطن همون جامعه در واقع به عنوان اون شخص اول اون حالا استان یا ایالت در واقع انتخاب میشه و با گوشت و پوست و تن خودش در واقع مشکلات چشیده، این از بچگی بزرگ شده، میدونه مثلا مردم بلوچ الان چه مشکلاتی داره، مردم کرد چه مشکلاتی دارن، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته توی کشور. و خب حالا یکی از دلایلی که به نظر من حالا این بحث فدرال بودن هیچ وقت توی حداقل جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، همین بحث متمرکز بودن حکومت مرکزی توی مرکزه. چون اگه بخواد این بحث ایالتی بخواد پیش بیاد که اصلا کلا اون سیستم جمهوری اسلامی ایران کلا از هم میپاشه و کلا باید یه سیستم دیگه پیاده بشه و قطعا جمهوری اسلامی اینو نمیخواد و دنبال بقای خودشه و هیچ وقت این اتفاق حداقل توی جمهوری اسلامی نمیفته. سرکا خانم مباشریفه بفرمون، خواهش میکنم. خب عرض ادب مجدد دارم خدمت همه همکاران. ما از به قول من فرصت استفاده میکنیم که آقای شفایی در جمع ما هستن. یک سوالی رو دوستان مطرح کردن که دوست داریم که از زبان آقای شفایی هم این پاسخ رو بشنویم، که اینکه چرا اینقدر در ایران اعدام وجود داره و حالا که این همه اعدام وجود داره آیا تأثیری در روند بهتر شدن جامعه وجود داره که این همه اعدام انجام میدن و چرا ایران این کار رو داره انجام میده و هنوز از سر کارش به قولن دست بر نمیداره و هنوز داره روزانه این همه اعدام انجام میده با وجودی که خودشون دین اسلام رو قبول دارن و بازم در ماه محرم و سفر که به قول خودشون محرم الحرام هست و نمیدونم از این صحبت ها، ولی روند اعدام و اون ماشین قتل عامش رو خاموش نمی کنه و همینطور ادامه میده. ممنون از شما، مرسی. ممنونم خانم مباشریفر، سوال بسیار خوبیه و جناب آقای شفایی ممنون میشم که ما رو آگاه بکنید در این رابطه. مایکتون بازه جناب آقای شفایی. ببخشید، اولا که شما خودتون ماشاءالله همه بچه‌ها واردن، آشنا هستن، قواعد رو میدونن، منم یه سوال نظر میکنم. به هر حال یکی از سوالا این بود که چرا کردها رو اعدام میکنن. ادامه‌ش هم میرسم به این سوال خانم مباشری. ببینید کردها چند دلیل اعدام میشن.
یکی از دلایل عمدهش خب به هر حال یک گروه یک قوم زحمتکش پرتلاش با یه انگ خیلی وحشتناک تجزیه طلبی هستن. غیر از اون از نظر دینیشون هم اهل سنت هستن اکثرا، یه تعدادی جزء دراویشن، یه سری یارسان هستن، یه سری عرض کنم که شیطان پرست، اون نیست شیطان پرست، به اصطلاح دیگه ایزدی هستن، ایزدی ها. اینا در واقع یعنی از نظر دینی و از نظر فکری اصلا یه سری حوادث دارن که جمهوری اسلامی و حتی پهلوی فرقی نمی کنه، یعنی اینا هم در واقع جوری دیگه نگاه می کردن و این در واقع یکی از دلایلیه که همیشه اثر داره. به ویژه مسئله‌ای که مهم هستش زبان، به اصطلاح من در واقع چرا میگم ملل، اگر یادتون باشه ما تو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کردها ملتن. چرا؟ چون زبان رسمی دارن خودشون، ترک ها زبان رسمی دارن، عرب ها زبان دارن، ترکمن ها زبان دارن، یعنی دستور زبان دارن، بلوچ ها دستور زبان دارن. به این دلیل ما به اینا میگیم ملت، ضمن این که خود اینا در یک زمانی صاحبان این مملکت بودن، یعنی گفتم مادها صاحب ایران بودن، اتابکان آذربایجان صاحب بودن، قدرت دستشون بوده، خود عرب ها مشعشعیان بودن، بلوچ ها عرض کنم سیستان و بلوچستان که یعقوب لیث بوده، بعد اون طرف هم سامانیان، یعنی اینا در واقع در یک مقاطعی هر کدوم از این اقوام صاحب قدرت بودن و در واقع برای خودشون ملتی داشتن. نتیجتا ما به احترام همین قضیه مجبوریم بگیم اینا ملتن، برای اینکه مردمشون رو باید احترام بذاریم. نمیتونیم بیاییم بگیم تجزیه طلبی، اقلیتی، نمیدونم چیچیتی، اصلا اینا رو نداریم ما، چون ما باید باورمون این باشه، با این باوری که ما داریم، با احترامی که ما میذاریم، طبیعتا نه ما دنبال هستیم که تجزیه بشیم، نه اونا دنبال هستن که تجزیه بشیم، تازه رفاقت ما بیشتر میشه. نمونهش الان جامعه اروپا رو شما نگاه کنید دیگه، دو تا جنگ جهانی در اروپا اتفاق افتاد، بالای 100 میلیون از هم دیگه کشتن. الان مرزا رو باز کردن، گفتن آقا برید بیاد، اصلا مرزو میرسه نمیبینی چیزی، فقط رنگ تابلو عوض میشه، ما تو اتوبان که میری یا مثلا کلماتی که نوشته شده تغییر میکنه، اصلا کسی نمیگه آقا تو کجا میری، چرا میری، کی هستی، چی هستی. خب این دیگه برای اینکه در جریان قرار بگیریم این بحث رو، ما مضمون میدونیم که اصلا این بحث تجزیه طلبی رو اصلا نپذیریم و گوش نکنیم. اگر هم چهار نفر میگن خواهان تجزیه کردستان هستن، خواهان تجزیه آذربایجان هستن و اینا حرفای کوچیکه، یعنی ما ملت ایرانی چنان در هم تنیدیم که الان من میپرسم من کجاییم، من ترک تهرانی خرمشهری بچم آواره ایران، خب من چه ملیتی میتونم داشته بیام بگم من آذربایجانی هم؟ نمیتونم. هر کدوم ما یه گوشه ای از این اقوام، از این قومیت ها، مادرمون مال یه قومه، پدرمون مال یه قوم دیگه است، بعد خودمون در یه جای دیگه بزرگ شدیم، یعنی همش این احساس برای ما هست که ما همه هم یکی هستیم، یعنی جدایی وجود نداره و نمیتونه داشته باشه. من این موضوع رو هم گفتم، من در رابطه با اعدام چرا در ایران زیاده، دلیلش خیلی ساده است. یک صاحبان قدرت وقتی نمیتونن اداره کنن یه جامعه رو، مجبور اعدام کنن. یه پدری 4 5 تا 10 تا بچه داره، بچه‌هاش همش گوش نمیکنن، یا بچه‌ها مثلا میگن به من لباس بده، میگه کفش بده، تنها کاری که پدره میکنه کتک رو میزنه دیگه، لتو پارشون میکنه. مملکت ما هم اینجوریه، ما یک دولت مردایی داریم یا یک دولتی داریم، یک سیستمی داریم که هیچ توانایی کار سالم و درست انجام دادن رو نداره، یعنی در کوچکترین حرکت کم میاره. یعنی شما الان یه کار ساده میخوان بکنن، مثلا قرار خانوما برن تو ورزشگاه تماشا کنن،
خودشون رو جر میدن. اصلا من نمیفهمم برای چی یه تونل رو یه کانال درست میکنن که از این کاناله برن، عکاسا نرن، تلویزیون نشون نده. اصلا من نمیفهمم چه اتفاقی میخواد بیفته. تمام دنیا دارن میرن میان، یعنی یک کار ساده، یعنی از این ساده یاد بردن فلفل پاشیدن. حالا من راجع به فوتبال دارم میگم، اصلا روسری، اصلا این بحث روسری چه حادثه‌ایه. نمیتونن درست کنن و صلاحشون هم نیست. شما هر روز در جمهوری اسلامی یک دعوا میبینید، یک ناراحتی و یک نقض حقوق بشر مفصل میبینید. امروز اینه، فردا اونه، که کمان که من همیشه میگم این یه مبحثی باید ما کار بکنیم واسه که حقمون رو فراموش نکنیم، که هر کمیته‌ای در هر ماه، من به نظرم اینه، هر ماه هر کمیته‌ای بیاد اتفاقای اون ماه به عنوان حقمون رو فراموش نکنیم مطرح کنه، نه به عنوان خبر، خبر هست ولی به عنوان یه سخنرانی که بیایم مطرح کنیم. یعنی یه جزء کارای اینجوری. چرا؟ چون جمهوری اسلامی فقط علاجش در کشتنه، در محو کردنه، در نابود کردنه. شما چه جایی ایشون، چه جایی رو ساختن؟ هیچی. چه جایی رو میتونن بسازن؟ هیچی. این دلیلش عدم مدیریت و سوء استفاده مالی همشون از هم دیگه است. یعنی علت که میبینی شما یک، مثلا همین امروز انگشت یه بنده خدا رو قطع کردن به خاطر دزدی، همین امروز انجام دادن. خب اما یارو میلیاردها دزدی کرده، حالا تو یا بردنش بازداشتش کردن، 6 ماه بعدم بهش مرخصی دادن، بعدش هم اومده بیرون. آمارش هم هست، تمام آدمایی که بالای میلیارد دزدی کردن هم اینا، حالا این بنده خدا رفته مثلا چه میدونم، حالا من که اصلا وقتی خوندم اصلا گوشم کنار، مثلا حالش بد میشه. اشکال در ضعف سیستماتیک دولته و یه سری قواعدی برای خودش گذاشته و برای خودش هم قواعدی گذاشته، هم از نظر شرعی هم قواعدی گذاشته از نظر حقوقی. هر جا کم بیاره از اون یکی استفاده میکنه. نمونه بارزش همین داستان قسامه است. همتون میدونید که اگر یه موقع نتونن اثبات کنن، کسی که متهمه نتونه دفاع کنه از خودش، اونا هم نتونن اثبات بکنن، میان 50 نفر میارن، میگن بیاین قسم بخوریم که این قاتل، ما بریم اعدامش کنیم. یعنی حتی اونجا هم حاضر نیستن یارو عفو بدن. یعنی همه چی رو بر اساس نابودی و محو کردن انسان‌ها گرفتن. خب فقر اومده، فقر الان تو جامعه حاکمه. وقتی فقر باشه فساد هست، نه فساد میلیاردی ها، فساد در ردهای پایین، دزدی، نمیدونم جنایت، گوشبری، چه میدونم تیغ زدن، همین بنده خدا که از گروگان گرفته بودنش خودش انداخته بیرون، و و و صدها مورد، این یا کودکای خیابونی، همه اینا. بعد از همه اینا مهمتر بحث قاچاقه. طرف هیچی نداره، خب میگه من میرم یه چیزی در میارم، میرم یه 4 تا مواد جابجا میکنم، خب پولدار میشم، تموم شد. نزدیکترین راست. خب بعدش هم تا گرفته میشن کشته میشن. البته کوچیکا کشته میشن، بزرگا که باز آزاد میشن و میرن دنبال زندگیشون. اصل دلیل اصلی اعدام ها این جمله است: عدم توانایی مدیریت در کشور. چیز دیگه ای نیست. مرسی. ممنونم جناب آقای شفایی بابت این آگاهی و اینکه درست میفهمید دیگه اون کسانی که میلیاردی اختلاس میکنن متاسفانه آزاد برای خودشون دارن میچرخن بدون اینکه محاکمه‌ای بشن، و کسایی که حالا اونا هم کارشون اشتباهه بالاخره فرق نمیکنه، ولی کسایی که دزدیای کوچیکی میکنن از سر ناچاری، حالا یا فقر یا گرسنگی یا هر چیز دیگه‌ای، بلافاصله دستگیر میشن، بلافاصله محاکمه میشن و سریع هم حکمشون اجرا میشه و یا انگشتشون رو قطع میکنن یا حبسای طولانی مدت بهشون میدن. جناب آقای حمزه زاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. مجدد و تشکر از آقای شفایی بابت توضیحات کاملشون.
در جواب اون سوالی که شما فرمودین که چرا اقوام کرد توشون بیشتر اعدام یا به هر حال تبعیض هست، یکی از دوستان گفتش که اکثر شهرهای مرزی اینجوریه، ولی من میخوام بگم نه، بیشترش توی سمت کردستان و کرداست. ما شهرهای مرزی دیگه ای هم داریم که وضعیتشون خیلی بهتره و این خیلی به چشم میاد که با کردها خیلی بیشتر اینا تناقض دارن و کلن لجن یه همچین حالتیه. و من یه داستانی شنیده بودم از اوایل انقلاب سال 57 بود فکر کنم که کردها به نمیدونم کدوم شهر، فکر کنم مهاباد بود، که پادگان حمله کرده بودن و برای خودشون پول زده بودن و ادعای تجزیه رو داشتن. من خیلی چیزا در مورد موضوع شنیدم از هر کسی به یه نحوی. میخواستم اگه امکانش هست آقای شفایی یه توضیح کوچیک در مورد اون اتفاق بده که برام روشن بشه که واقعا چه اتفاقی افتاده که به واسطه اون، یعنی یه جورایی چیزشون شده اون بهونهشون اون داستان اون ساله و به این بهونه تبعیضای خیلی زیادی رو به اقوام کرد دارن القا میکنن. ممنونم. ممنونم از شما جناب آقای حمزاده. اگر اجازه بدین اول صحبت‌های دوستان رو بشنویم، شاید بازم سوالی باشه از جناب آقای شفایی، بعد از آقای شفایی ممنون میشم که جواب سوال دوستان رو بدن. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود، ممنونم آقای شفایی برای توضیحات کاملشون. خواستم یه موضوع به نقطه اشاره کرد آقای شفایی، گفت که اینا به هر چیزی که به نفعشون باشه انجام میدن. واقعا همین جوریه. چجوری؟ یه اشاره کوچیکی هم کرد به زنان و دخترانی که میرن ورزشگاه، جلوشون رو گرفتن و با چه افتضاحایی و با چه بلایی که سرشون که نیاوردن. اما نمیدونم تا چقدر حالا همه پیگیر خبرها هستین، شما دیدینش چجوریه؟ تو این چند روز اخیر بالای هزاران نفر، نمیتونم آمار دقیقی بدم، هزاران نفر از مهران و از مرز خسروی و اصلا که ماشا راه افتادن به طرف کربلا و به طرف نجف و به طرف عراق با افتضاح ترین وضعیت، تو لجنن، تو کثافت غرق شدن، همه تو زباله دارن میخوابن، همه زن و دختر و مرد و همه بغل هم دارن میخوابن و کسی هم پیگیری موضوع نبوده تا حالا. کسی هم هیچ چیزی نگفته که چرا این زن با این مرده یا این دختر بغل اون مرد. همین جوری تو راه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، فقط تنها چیزی که به نفعشون باشه و خودشون صلاح بدن همینو انجام میدن. بازم ممنونم. در جواب آقای دوست عزیزمان حسن حمزه‌زاده هم که آقای شفایی جواب میده، می‌خواستم یه چیزی بگم که اون موقع مهاباد دکتر قاسملو بوده که میان اونجا با جمهوری اسلامی توافقایی داشتن اونجا، ولی جمهوری اسلامی میاد اون موقع توافق رو، فکر کنم آقای شفایی بهتر شاید بتونه توضیح بده، کامل توافق رو به هم میزنه و همونجا اعدامشون. اینا با نشانی صلح و دوستی میان اونجا که با یه ترفندایی میکشونشون اونجا برای ملاقات، برای استراتژیای حرفایی بزنن، ولی اونجا که کلا میزنن زیر حرفاشون و اینا رو اعدام میکنن و همه چی به هم میخوره از اون موقع. ممنونم از مایک رام. مرسی از شما جناب آقای کرمی عزیز. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. درود مجدد، ببخشید من امروز خیلی صحبت کردم، معذرت میخوام. آقای شفایی عزیز در مورد عدم مدیریت جمهوری اسلامی صحبت کردم و من یک سوالی دارم. در واقع این که خب هر نوع سیستم سیاسی، نظام سیاسی سعی میکنه که یک سری آدمهایی رو تربیت کنه برای مدیریت کارهاش، حالا تو بخشای مختلف. جمهوری اسلامی چرا تو این 40 چند سال چند آدم درست و حسابی نتونسته تربیت کنه؟ یعنی هر بار بدتر، یعنی هر دوره بدتر از دوره قبل. یعنی همین الان که آقای رئیسی شده رئیس جمهور، افرادی که شدن وزیرش خب مشخصه دیگه، کارنامه‌شون مشخصه که تو این یک سال چه کارا چه افتضاحایی به بار آوردن. چرا جمهوری اسلامی نمیتونه یک تعداد آدم رو تربیت کنه؟ یعنی واقعا نمیخواد حکومت کنه، منظورش چی از این کار؟ من اینو نمیتونم درک کنم، چرا نمیتونه یک سری آدم رو تربیت کنه که برای حداقل پیشبرد اهداف خودش کارایی داشته باشه؟ ممنونم. ممنونم جناب آقای شایگان عزیز. جناب آقای شفایی میشنویم شما رو، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اسمم که چند تا مطلبه. اول اینکه فقط کردها نیستن که زیر ذره بینن، این آقای فکر کنم حمزه زاده فهمیدن. ببینید عرب ها هم همین حالتو دارن، چون در خوزستان عرب ها که هستن مدام ازشون اعدام میکنن، مدام به بهانه های مختلف. و در بلوچستان شما وحشتناک اعدام میکنن، یعنی فقط میگن تو بلوچی تمومه دیگه، یعنی اصلا دیگه، یا همینطور که عربی. آذربایجان هم همینطور. این اینا همیشه هست، یعنی این آدمایی که حتی ترکمن ها، حتی قشقایی ها، یعنی شما در شیراز در قشقایی ها میبینید، یعنی وقتی یک قومیتی میاد جلو، جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه جوری اینا رو بریزه به هم و اینا رو از اون یگانگی در بیاره. یعنی اگه مثلا حتی قشقایی رو میخواد یک کاری بکنه که قشقایی ها فراموش کنن، بشن شیرازی، بشن فیروزآبادی، بشن فراشبندی، بشن چیز دیگه. یا مثلا کردها رو دیگه نمیگه کرد، میگه مهآبادی، مریوانی، نمیگه، یعنی آدم ها یا کرمانشاهی. اینا رو سعی میکنن با این تفرقه ها اینا رو از اون یک پارچگی در بیارن، در صورتی که به ضررشه. اما این درک نیست. چرا درک نیست؟ چون اون تربیتی که شما گفتید اصلا بلد نیستن اینا. ببینید من موضوع مختلفی دارم، ولی این اولین جواب سوال آخریشون رو بگم، خیلی سوال جالب بود بر منم. ببینید چون اینا اسمش جمهوری اسلامیه، خودشون اصلا نمیدونن اسلامن، یعنی خودشون رو نمیدونن اسلامن، چون اصلا این اسلام نیست و اصلا نمیدونن که جمهوری هن. یعنی خود اینا پایش اصلا معلوم نیست چیه، هم جمهوریه هم ولایت فقیه داره، هم اسلامیه هم میبینیم همه دله دزد و ریاکار و حق باز. یعنی هیچ چیز سالمی شما اینجا نمیبینید. نتیجتا توقع تربیت کردن وجود نداره، اما تنها چیزی که اینجا وجود داره پر کردن جیباشونه، فقط و فقط این براشون مهمه. حتی زمانی که میخوان منافع فردیشون هم حفظ کنن، پدر هم دیگر هم در میارن، خیالتون راحت باشه. یعنی اگر یه جایی ببینن یه منافعی آقای لاریجانی داره میبره، زیادی داره میبره، برش نمیزنش کنار، اما چون قبلا مشارکت داشتن دیگه نمیتونن دست بهش بزنن. ما الان بخش عظیمی از دولت مردای ما پرونده دارن، آقای تاج، بازم من رفتم تو فوتبال، یه آدمی که 6 تا پرونده داره، اصلا خود دادگستری رسما 6 تا پرونده اعلام کرده که 3 تا از اینا محکوم شده، این آقا رفته اعتراض کرده شده وزیر رئیس فدراسیون فوتبال. اصلا نمیفهمم اینا رو، یعنی چجوریه نمیفهمم. به این دلیل نمیفهمم که من دارم با عقلم فکر میکنم، ولی اگه منم فکر نکنم خب آقا بکنم، چه اشکال داره؟ خب این بشه وزیر، این بشه وکیل. خب الان شما نگاه کن، درست انتخابات 6 سال قبل 6 تا از این مسئولین نشسته بودن، آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای قالیباف، اون قائم مقام یارو، واسه 6 تا بودن، حالا اسمشون دیگه یادم نمیاد. هر 6 تا به هم دیگه تهمت دزدی زدن، همه گفتن تو دزدی، تو خائنی، تو اینقدر زمین خوردی، تو اینقدر پول خوردی، تو این. همشون. روحانی انتخاب شد، اون یکی شد رئیس مجلس، اون شد رئیس قوه قضاییه، اون یکی شد رئیس نم کجا، اون چه قائم مقامون، یعنی همشون از سر پست و مقام. یک دونه پرونده به عنوان افترا وجود نداره، یعنی هیچ کدوم از هیچ کدوم شکایت نکردن. آخه نمیشه هم چیزی، چه میدونم یه نفر یه آقای برگشته گفته پسر خمینی از مواد زیاد مرده، بردنش زندان. حالا اون که مرده شاکی نیست، خود دادستان شکایت کرده طرف رو بردن زندان، جز نورچشمی هم از همی که همش مصاحبه میکنه ده باشی،
میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی اینا در هم تنیده هستن، فقط دنبال بردن مال و منافع فردیشون هستن. آقای بالی باف رفته در ترکیه، نم شنیدی یا نه، تلویزیون ترکیه یه جوک گشته، یه کسی گفته یه حرکت اتفاق خنددار اتفاق افتاده، بعد اومده توضیح داده که آقا رئیس قوه، رئیس مجلس اومدن اینجا لوازم خریدن، اما به جای لوازم خریدن رفتم 500 تا آپارتمان از یه مجموعه 1500 تایی خریدن، لیست در آورده، اسم در آورده، داره میگه. بعد میگه اینا خنده داره. آقا تو که میخوای بخری برو تو کشور خودت بخر. میدونید یعنی اصلا نباید توقع داشت فکر بکنیم که اینا کجا به نفع دیگری فکر میکنن. چرا؟ چون پایه‌شون بی‌قاعده است. وقتی کشوری اسمش جمهوریه و هیچ چیزی از جمهوریت نیست و اسمش اسلامیه و هیچی از اسلامیت نیست. شما بانک ها در اسلام ربا نیست دیگه، نه؟ اما بانک ها دارن بهره میگیرن، تا 25% بهره میگیرن، تا 25% بهره میدن. یعنی چی؟ چون فقط یه وردی خوندن تموم شد؟ بعد میگن در اسلام فحشا نیست، اما 60 تا دکون وا کردن، یه ملا نشوندن، یه دعا میخونه میگه آقا برو به سلامت. این نشد که. یعنی تمام مسائلشون اصلا غیر اسلامیه. یعنی اصلا باور نکنی. مگر الان نخواستم برم برای اربعین؟ آقا اخبار رو ببینید، ملت گشنه و تشنه تو خیابونا موندن. آقا مگه مریضی؟ مردم رو برداری بری عراق کتک بخورن، فوش بخورن، تو خیابون بخوابن، خفت بکشن، پول خرج بکنن؟ خب که چی؟ آقا یکی از کشورها بود، ترکمنستان بود، یه دونه ترکمنستان یا تاجیکستان، یه دونه عین مکه درست کرده در اونجا، گفته هر کی میخواد حق نداره بره مکه، بیاد اینجا دورش طواف بکنه، پولش هم بده به خود ما. اما در جمهوری اسلامی اصلا ذهنیتی نیست. ذهنیت آرامش نیست، ذهنیت خوبی نیست، ذهنیت دوستی نیست، محبت نیست، رفاقت نیست، هیچی نیست. من خیلی حرف زدم ببخشید، اما یه مقدارشم شعار شد، شعارها رو فراموش کنید. اما اصل اینه که این جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی نه برنامه سالم داره، نه برنامه مدیریتی داره، نه برنامه داره برای زندگی کردن، حتی برای خودشون. چرا؟ چون پایه‌شون حادثه است. اما یه دو تا مطلب می‌خواستم بگم راجع به کردستان. اولا آقای قاضی محمد بود که در زمان پهلوی استقلال کردستان رو اعلام کرد و عرض کنم که و یک سال اونجا خودش مملکتشون رو درست کردن به عنوان کردستان. همینطور همزمان در آذربایجان اول قاسم به اصطلاح قاضی محمد این کارو کرد و بعدش هم پیشه‌وری در آذربایجان که آذربایجان هم در واقع مستقل کرد، و ولی بعد از اتفاقایی که افتاد که به این صورت بود که چون روسا در واقع اینا به دلیل اینکه به عنوان کمونیست در واقع داشتن کار میکردن، از اون نگاه داشتن این کارو انجام میدادن، قوام السلطنه به عنوان نخست وزیر پا میشه میره روسیه و به روسا میگه که خب اینا رو شما که الان چون حمایت اونا هم بوده، حالا که شما موافقت دارید و این کار رو دارید میکنید، شما اجازه بدید من نیروهاتون رو ببریم بیرون، من برم مجلس مصوبه بگیرم که اینا تحت مثلا زیر مجموعه شما نباشن، که مجلس تایید کنه، ما مثلا خودمختاری به کردستان و عرض کنم که آذربایجان بده. خب وقتی برمیگرده که حتی قاضی محمد در واقع خود چیز ارتش حمله میکنه، پیشه بیرم ارتش حمله میکنه و این هر دو رو در واقع دستگیر میکنن و یه مقداری هم کشتار میکنن، که در واقع حالا یه زمانی شاه میگفت 21 آذر روز نجات آذربایجان و دیگه و داستانهای دیگه. آقای قاضی محمد هم که اعدام میکنن، پیشه‌وری فرار میکنه، خیلی ها در میرن. حالا من اگر یه موقع لازم بود خاطراتی دارم میتونم تعریف کنم، چون
در واقع من پس خود دوره پیشوری به اصطلاح شوهر خاله من در واقع رئیس پلیس پیشوری اردبیل بود در واقع، که من اینو بعداً در باکو رفتم، فرار کرده بودن در باکو، باش یه چند روزی صحبت کردم، اطلاعات گرفتم راجع به خود پیشوری و کارهایی که کردم. اینا حالا در یه مقطع دیگه صحبت کنم، ولی خواستم اینو بهتون بگم که در واقع این مال قبل از انقلاب بود، ولی بعد از انقلابم در واقع کردستان در واقع شروع کرد به صحبت کردن، اومدن به تفاهمی رسیدن با قاسملو و تعدادی دیگه از کردها، که حتی قاسملو انتخاب شد به عنوان نماینده مجلس، ولی مجلس نرم چون گفتن میگیرنه. بعد چند نفر دیگه هم اینجوری بودن، مثل مدنی که بعدن گرفتنش، یا درست کنم مال قشقایی ها اسما یادم بود، با اونم برای مجلس انتخاب شده، تو مجلس دوتا ایراد گرفتن، بعدش هم دستگیر و بعدش هم دیگه زندان و از این داستان ها. و این داستان اینجوری که دوستمون هم تعریف کردن که قرار شد به یه تفاهم برسن، حرکت میکنن میان اونجا، تفاهم نامه نوشته میشه با همین آقای ترورش کردن، با خانومش رو با هم کشتن. ای بابا خیلی بد شدم، خیلی چیزا یادم میره. آره بعد از بچه های جبهه ملی بود که رفتن به عنوان وزیر کار بود اون موقع، اونو با طالقانی و اینا رفتن یه تفاهمی کردن، ولی بعدش که برگشتن خب اینا فرمول، البته میدونین که جمهوری اسلامی همیشه یه سری آدم ها رو داره، یه سری آدم خودش داره که برن اینجا شروع کنن یه سری حرکت های انجام بدن، یا هم پهلوی هم همینطور بود، و بعدش اون نیرو سرکوبش رو بفرسته. و در اون موقع حتی بنی صدر هم توی خاطراتش صحبت کرد، توی جلسه بود گفت ما رفته بودیم اونجا که در واقع قضیه رو حل بکنیم و انجام نشه، که خود خمینی دستور میده که اون کشوری با هلیکوپتر میان و یه سری میان و میزنن، بعدش هم خلخاله میاد که اون بچه های چیز رو اعدام میکنن و دیگه داستان های اینچنینیه. یعنی در واقع اصل قضیه نبود مرام، بعد نبود مدیریت و ناآگاهی دیگه، در واقع که اصلا نمیدونن چه میخوان بکنن، در واقع اصل قضیه هم همینا بود دیگه. حالا اگه اطلاعات بیشتری بخواید باز من سوال خاصی باشه میتونم باز جواب بدم. سعی کردم بیشتر توضیحات کاملتری بدم، ولی کوتاه کوتاه دیگه. ممنونم از شما جناب آقای شفایی بابت توضیحات کامل و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. ممنون از شما. در رابطه با قوم کرد امروز صحبت کردیم، بحث آزادمون در رابطه با اقوام کرد بود، در رابطه با آیین و مراسمشون صحبت کردیم، اطلاعات خیلی زیادی گرفتیم امروز، بیشتر شناختیم این قوم رو. من خودم به شخصه واقعا شناختی نداشتم از قوم کرد در رابطه با آیین و رسومشون، که واقعا امروز اطلاعات خیلی زیادی به دست آوردم، و در رابطه با نقضایی که متاسفانه علیه این قوم و این بخش از کشور داره اتفاق میفته و هر روزه داریم میبینیم بیشتر و بیشتر هم داره میشه، در این مورد هم صحبت کردیم و دیدیم واقعا چه نقضایی داره اتفاق میفته علیه این بخش از کشور. سرکار خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم. مایک نه ببخشید این یهان این دستم خورد رفت بالا، تشکر. سپاس از شما، متشکرم. بله عرض میکردم خدمت دوستان در رابطه با نقض هم صحبت کردیم که متاسفانه چه مواردی داره اتفاق میفته علیه اقوام کرد، و امیدواریم واقعا روزی برسه که صلح و آزادی و دوستی واقعا توی کشورمون برقرار بشه و این همه نقض دیگه واقعا اتفاق نیفته. از همه دوستانم هم تشکر میکنم که در بحث آزادمون شرکت داشتن، و دوستانی که توی جلسه امروزمون حضور داشتن، از سخنرانان عزیز تشکر میکنم، و دوستان و همراهانی که در برگزاری این جلسه به ما یاری رسوندن،
منشی جلسه سرکار خانم زهرا رهایی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای محمد رسول پورتندرست و جناب آقای اسفندیار سنگری، ادمین ها جناب آقای رضا شایگان و جناب آقای نریمان حسینی نژاد. از همه تشکر میکنم و ختم جلسه رو در ساعت 17:05 به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 10 سپتامبر اعلام میکنم. سپاس از همه دوستان، خسته نباشید و خدا نگهدار.